بگذارید قضا داروی شما و دارو قضایتان باشد بقرات تقریبا 315 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به دیابت هستند. بدون شک ما در مرکز اپیدمی دیابت قرار گرفتیم در حال حاضر یک سوم هزینه های بخش پزشکی برای درمان افراد مبتلا به دیابت هزینه میشه و یک دهم کل هزینه های مرغبت های بهداشتی برای افراد مبتلا به دیابت هزینه میشه پس بدون شک مشکل بسیار بزرگیه ارتباط خاصی بین رژیم غذایی با دیابت وجود داره؟ من وارد این بحث نمیشم رژیم غذایی؟ نه اسم من کیپه من یه فیلم ساز اهل سان فرانسیسکو هم و باید یه اعترافی بکنم من یه خود بیمار انگار رو به به بودم مثل خیلی منم تو خانوادم سابقه دیابت بیماری های قلبی و سرطان وجود داشت پدرم اولین جراحی قلبی شد تو 49 سالگی دومیشم تو 50 سالگی انجام داد پدر بزرگم تو جوونی به خاطر عوارض ثانویه دیابت فوت کرد و اون یکی پدر بزرگ و مادر بزرگم از سرطان مردم. همیشه فکر می کردم منم به یکی از این بیماری ها دوچار میشم مثل هر خود بیمار انگار دیگه ای سایت های چک کردن علائم پزشکی الزامن هومپیج من بود تو نوجوانی هر روز متامیاسیل و آسپرین روزانه مصرف میکردم و جدیدترین کتاب های تشخیص بیماری رو می خوندم. هر مولتی ویتامینی که دستم بهش می رسید و می خوردم. و خیلی نسبت به عملکرد بدنم وسواس داشتم تمام توصیه های سازمان های بزرگ و برای پیشگیری از بیماری هام دنبال میکنم مرتب ورزش میکنم سیگار نمیکشم نوشابه نمیخورم به مقدار کافی میخوابم استرسم و کم میکنم و تمام عمر چیزای خوردم که فکر میکردم سالمه تا اینکه سازمان بهداشت جهانی امروز صبح گوشت های فراوری شده رو از جمله بیکن و سوسی سرطان اعلام کرده که مستقیما بر روی بروز سرطان در انسان موثر هستند مشخصه که گوشت فراوری شده با افزایش سرطان در میتونن به اندازه کشیدن سیگار خطرناک باشن سازمان بهداشت جهانی 800 مطالعه از ده کشور رو بررسی کرده که ارتباط مستقیمی بین گوشت های فراوری شده و سرطان پیدا کرده بودند. یه وعده کالباس در روز خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ و 18 درصد افزایش میده. اصلا نمیدونستم که چیزی که میخوریم روی میزان سرطان اثر داره. ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که خیلی گوشت فراوری شده میخوریم تا اینکه متوجه شدم که گوشت فراوری شده شامل هاتداگ، بیکن، سوسی، سالامی، همبرگر، پپرونی، ژامبون، کالباس و همسال این میشه. یعنی اساسا هر چی تو کل عمرم خوردم. سازمان جهانی بهداشت گوشت‌های فروری شده رو جزو مواد سرطان‌زای گروه یک طبقه بندی میکنه. یعنی همون گروه سیگار، پنبه نسوز و پلاتونیوم و گوشت قرمز رو به عنوان گروه دوم مواد سرطان‌زا طبقه بندی کرده. یعنی مثل اینکه من تمام دوران کودکیم سیگار کشیده باشم اگه گوشت فرآوری شده مثل سیگار دست بندی میشه پس اصلا چرا این شکل از غذا خوردن برای بچه ها قانونیه من فکر کردم این اطلاعات جدیدیه ولی خیلی از این پژوهش ها بیشتر از 50 ساله که منتشر شدن نمیتونستم باور کنم که تقریبا تمام طول عمر داشتم این گوشت های فرآوری شده رو میخوردم و تازه الان فهمیدم که چقدر خطرناکن چرا این خبر رو از انجمن سرطان آمریکا که بزرگترین گروه سرطان حالا بودم وقتی به وبسایتشون مراجعه کردم شوکه شدم وقتی دیدم که هیچ کدوم از این اطلاعات توی هومپیجشون نیست بیشترم شوکه شدم میدونید که وقتی تو صفحه تغذیه سالمشون داشتن مردم و مصرف مواد غذایی سرطانزای گروه یک از جمله بوقلمون فراوری شده گوشتای کنسروی و امثال اون تشویق میکردن این بعد از این بود که سازمان بهداشت جهانی بیشتر از 800 پژوهش رو در مورد ارتباط گوشت فراوری شده با سرطان منتشر کرد از اینکه با انجمن سرطان آمریکا تماس گرفتین ممنونم من سم هستم و متخصص اطلاعات سرطان سلام میخوام بدونم چرا شما توی سایتتون انقدر به مردم توصیه میکنید گوشتای فراوری شده بخورن سازمان بهداشت جهانی اونا رو به عنوان مواد سرطانزای گروه یک طبقه بندی کرده یعنی همون دسته تنباکو، پنبه نسوز و پلوتونیوم مثل این میمونه که یه انجمن ریه بیاد تو وبسایتش روش پیچیدن سیگار رو توضیح بده یه جورایی مثل همه نه؟ خب اجازه بدین شما رو اندکی روی هولت بذارم چون که نمیتونه سوالای منو پاسخ بده گفت که یه نفر دیگه با هم تماس میگیره من همیشه نگران سرطان بودم چون پدر بزرگ و مادر بزرگم هر دو از سرطان مردن میخوام بدونم اگه اونا از ارتباط بین رژیم غذاییشون و این بیماری وحشتناک با خبر بودن تفاوتی ایجاد میشد در آمریکا از هر چهار مرگ یکیش به خاطر سرطانه آ عالیه انجمن سرطان آمریکا یه قرار مصاحبه واسه این هفته گذاشته خب ما رفتیم واسه مصاحبه با نماینده انجمن سرطان آمریکا و نیروی امنیتی گفت که هیچ قرار مصاحبه گذاشته نشده خب من رفتم سراغ گوشیم و مشخص شد که دیشب بعد از اینکه بهش گفتم که قرار مصاحبه در مورد همبستگی بین رژیم غذایی و سرطان باشه گفته که دیگه نمیتونه مصاحبه رو انجام بده بعد کل ایمیل و پرسیدن اینکه چرا مصاحبه من که در حد صحبت ساده درباره رژیم غذایی و سرطان بوده رو رد کرده اون دست از پاسخ کشید چرا باید نماینده ی انجمن سرطان آمریکا نخواد که درباره این چیزا صحبت کنه با این حال من تونستم با یه جنبش در حال رشد از پزشکا تماس بگیرم که مایل بودن درباره ارتباط بین رژیم استاندارد آمریکایی و بیماری ها صحبت کنند. این سوپر بلو ون قدیمی قابل اعتماد خودم باش با زدم به جاده دو سوم افراد بالغ در حال حاضر یا اضافه وزن دارن یا مبتلا به و ما شاهد یه اپیدمی از افزایش بیماری ناتوان کننده هستیم که داره به کشور غلبه میکنه هیچ راهی وجود نداره که بتونیم با روش های درمانی حاضر این اپیدمی و بهبود ببخشیم دیابت آرتوروز ناراحتی های قلبی جنون چاقی و سرطانها ها حدود 70 درصد از مرگ ها رو باعث میشن تمام داده ها میگه که این 70 درصد مرگ تا حد زیادی به سبک زندگی وابسته و قابل پیشگیری اکثر بچه های ده ساله توی ایالات متحده رگه های چربی تو رگهاشون و مراحل ابتدایی تسلب شرایین دارن که منجر به هم قلبی و سکته میشه. اینجا تو پزشکی آمریکایی ما با مدل بیماری فعالیت میکنیم ما تو تجارت درمان مردم بیمار هستیم نه تجارت جلوگیری مردم از بیمار شدن وقتی پای خطرات بیماری میاد وسط تنها چیزی که نگرانش هستیم اینه که در واقع انتخاب رژیم غذایی به سیگار کشیدن غالبه من اگه بتونم یه پیغامی به محققینی برسونم که به دنبال دلیل دیابت و دلیل تسلب شراین و دلیل فشار خون بالا و دلیل چاقی میگردن من با دو کلمه پاسخشون رو خواهم داد دلیلش غذا است دلیلش چیزیه که آمریکایی‌ها دارن میخورن با اینکه دو سوم یا اضافه وزن دارن واضحه که یه مشکل غذایی وجود داره تو 25 سال آینده از هر سه آمریکایی یه نفر مبتلا به دیابت میشه اسم من مایکل عبدالله و اهل آتلانتا جورجیا هستم و متاسفانه حدود ده سال پیش به دیابت دچار شدم و هشت سال پیش دو تا استیت برام کار گذاشتن نمیدونم باید کجا برم نمیدونم چه کار باید بکنم نمیدونم انگار هیچ حق انتخابی ندارم و نمیدونم چه کار باید بکنم دارو مصرف میکنم و به حرف دکترم گوش میدم متخصص قلب میگه که این قرص بخور و متخصص قدرت میگه اون قرص بخور و پزشک عمومیم یه چیز دیگه میگه اصلا از هیچی خبر ندارم واقعا شرایط خیلی سختیه دولت و رسانه ها تقریبا عدم تمرین های ورزشی و غذاهای قندی رو دلیل دیابت میدونن ولی من میخواستم که با یه متخصص واقعی درباره نقش رژیم غذایی روی دیابت صحبت کنم رفتم با یه پزشک برجسته یعنی متخصص دیابت و محقق بزرگ دکتر نیل بارنارد صحبت کنم شکر چه نقشی در دیابت داره؟ واقعا دیوونم میکنه دیابت از طریق خوردن غذای کربوهیدراتی به وجود نمیاد نه از خوردن قند و شکر و اینجور چیزا هم به وجود نمیاد دلیل دیابت یه رژیم غذایی که باعث افزایش تجمع چربی توی خون میشه منظورم یه رژیم غذایی عادی بر پایه گوشت و غذاهای جانوریه اگه به سلول های ماهیچه یه بدن انسان نگاه بندازیم میتونیم ببینیم که دارن ذرات ریز چربی رو انباشته میکنن که باعث مقاومت در برابر انسولین میشه این به این معنی قندی که باید جذب سلولا بشه توی خون انباشته میشه باورم نمیشه گوشت با ایجاد دیابت ارتباط داره همیشه بهمون گفتن که شکر یا چربی باعث اون میشه جراح معروف زیبایی کاهش وزن دکتر گارس دیویس هم موافقه همه فکر میکنن به خاطر کربوهیدراته که دوچار دیابت میشیم. یه مطالعه وسیع روی 500 هزار نفر انجام شده که میگه مصرف کربوهیدرات ارتباط غیر مستقیم با دیابت داره. به عبارت دیگه هرچی فرد کربوهیدرات بیشتری بخوره کمتر دوچار دیابت میشه. ولی گوشت ارتباط خیلی قوی داشت. یافته بزرگی بود. نشاسته و کربوهیدرات براتون مفیده. اونا ضرری ندارن. این فکر که کربوهیدرات شما رو چاق میکنه کاملا مسخره است. کربوهیدراتها خودشون به تنهایی نمیتونن شما رو چاق کنن. ما زخیرهایی هایی واسه کربوهیدرات توی ماهیچه و کبدمون داریم به اسم گلیکوژن پس وقتی کربوهیدرات میخوریم یا اونو ذخیره میکنیم یا میسوزونیمش وقتی که چربی میخوریم مستقیم ذخیره میشه بدن شما نمیتونه این کربوهیدرات ها رو به چربی تبدیل کنه مگر اینکه شما واقعا تو مصرف کالری زیاد روی کنین چاقی هم حکم اعدامه بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان هستین و تقریبا مطمئنا دچار دیابت میشین هیچکس کس خجالت زدگی چاقی رو نمیخواد همه ما میخوایم که با بدنمون احساس راحتی کنیم ولی این راحت بودن با بدنمون باعث شده که با مریض بودنمون راحت باشیم مثلا اینه اگه من یه کلوچه بخورم اون قند شما رو مثل یه اسب تطمیع میکنه ولی داخل اون کلوچه مقدار زیادی کره و یا روغن شیرینی هست و این چیزیه که شما رو چاق میکنه و این همون بخشیه که باعث دیابت میشه نه اینکه شکر براتون مفید باشه هیچ ماده مغذی توش نیست کالری زیادی داره ولی وقتی شکر میخورین بلافاصله دچار التهاب نمیشین وقتی که شکر میخورین دیگه پلاک خونی تو رگاتون تشکیل نمیشه وقتی دارین شکر میخورین بدنتون بیشتر اونو به صورت گلیکوژن ذخیره میکنه و یا به شکل کالری اونو میسوزونه پس این تمرکز روی شکر تمام توجه رو از گوشت لبنیات تخم مرغ بوقلمون و مرغ گرفته مردم باید اینو درک کنن اگه بچه‌تون دیابت بگیره 19 سال از طول عمرش کم میشه بحث زندگیه. فهمیدم چیزای بیشتری از چیزی که تا حالا در مورد رژیم غذایی و بیماری یاد گرفتم وجود داره اینطور به نظر میرسه که عملا مانع از بروز این اطلاعات شدن گوشتای فراوری شده باعث سرطان میشه شکر باعث دیابت نمیشه من نسبت به ادعای این دکترها شک داشتم واسه همین خودم یه سری تحقیق کردم محققای هاروارد مطالعات مرتبطی انجام داده بودند اونا فهمیده بودن که فقط مصرف یه وعده گوشت اونم فراوری شده در روز خطر ابتلا به دیابت رو تا 51 درصد افزایش می. نمیشه ارتباط بین مصرف گوشت و دیابت رو انکار کرد ولی وقتی که به وبسایت اصلی ترین سازمان دیابت یعنی انجمن دیابت آمریکا مراجعه میکنیم نه تنها چنین اطلاعاتی رو ارائه نمیکنن بلکه دستورهای غذایی برای گوشت قرمز و فراوری شده ارائه میکنن اینم نمونش رولت میگو پیچیده شده در بیکن این دیگه چیه؟ خب یه ایمیل واسه انجمن دیابت آمریکا فرستادم ببینم بهمون جواب میدن یا نه با اینکه دیابت خیلی مخربه ولی در مقایسه با بیماری های قلبی رنگ میبازه هر سال بیش از 17 میلیون نفر از بیماری قلبی فوت میکنن این دلیل اصلی مرگ و میر در جهانه نزدیک به یک سوم مردم به خاطر این بیماری میمیرن تعداد افرادی که از بیماری قلبی عروقی میمیرن برابر با اینه که هر ساعت هر روز در هر سال چهار تا هواپیمای جنبو جت سقوط بکنه من ایمی رزنیک هستم اهل سوامسکات ماساچوست یه مقدار در شمال بستانه من آخرین بار به خاطر آسم به دکتر مراجعه کردم چون نفس کشیدن برام خیلی مشکل بود وقتی که اونجا بودم چند تا آزمایش خون ازم گرفتن و یکی از آزمایش ها مربوط به پروتئین واکنشی سی بود یه مقیاس یک تا سه براش وجود داره یک برای موارد قلبی اندک و سه برای قلبی شدید. خب این یعنی چی؟ این یعنی اینکه من در مسیر حمله قلبی قرار دارم. اون گفت که احتمالا تو سی روز آینده این پیش میاد. سی روز؟ آره سی روز. اگه به همین روند ادامه بدم. من اینو واسه آریتمی قلبم میخورم. اینو واسه دردم. آنتی واسه درده. و لورسپامم واسه استرس. این یکی هم واسه آزاد کردن ماهیچه هاست همچنین توپا ماکس و پروزاکم میخورم از این دستگاه واسه کمک به تنفسم استفاده میکنم وضعیت آسمم توی سال گذشته خیلی بد بوده من اینو تو طول روزم واسه گرفتن هوا استفاده میکنم وقتی که بیدار میشم خیلی احساس خستگی دارم میدونم که واسه سلامتیم باید یه تغییرات ایجاد کنم وگرنه زنده نمیمونم و کنار خانوادم نیستم این خیلی بده وقتی در مورد بیماری قلبی حرف میزنیم نقش الکل و شکر خیلی کمه سیگار خیلی تاثیر داره ولی خبر خوب اینه که افراد یا ترک کردن یا اصلا سیگار نمیکشیدن مشکل رژیم غذاهای جانوریه که داشتن و ارتباط اونا با بیماری قلبی خیلی بزرگ و فراگیره تمام این تاثیر برداری های گرون درمان ها عمل ها و داروها هیچ کدوم از اینا هیچ گونه ارتباطی با دلیل ایجاد بیماری نداره پس با یه نمونه بیماری غذایی خوشخیم طرف هستیم که هیچ وقت علت اون رو پیدا نکردیم وقتی ما سم این باکتری های گوشت های مرده رو میخوریم در عرض چند دقیقه دچار التهابی در سیستم بدنمون میشیم به طوری که شریان هاتون اساسا فلج میشه رکه هاتون سفت میشه و نیمی از اونا قادر نیستن که در حالت نرمال باقی بمونن بحثمون این نیست که خوردن چند دهه تغذیه ناسالم در آینده این صدمات به وجود میاره نه بلکه به محض اینکه گوشت وارد دهانمون میشه این اتفاق رخ میده خیلی از افراد علائم بیماری آلزایمر رو دارن ولی در واقع اصلا آلزایمر نیست اکثریت بالای از مردم از جنون رنج میبرن چون رگهای خونرسانی توی مغزشون بسته میشه و سلولهای عصبیشون میزان تبادل اکسیژن خونشون رو کاهش میده خب حدس بزنین این جنون عروغی از کجا منشأ میگیره این شریانها به خاطر جریان مداوم کلسترول مسدود میشن هم از نظر سرطان و هم از نظر بیماری قلبی عروغی کاملا مشخصه که پروتئینهای جانوری نقش بزرگ رو بازی میکنن مرغ بهتره؟ شما دوست دارین تیر بخورین یا دارتون بزنن غذاهای گوشتی که میخوام از غذای آمریکا حذف کنم ماکیانه مثل بوغلمون و مرغ اون کمپین های تبلیغاتی هوشمندانه مردم رو مجاب میکنه که این گوشت سفید سالم منبع اصلی سودیوم توی رژیم افراد بالغ آمریکایی مرغه ممکنه بهش پرچسب مرغ کاملا طبیعی بزنم ولی بهشون آب نمک تزریق شده فکر میکنم که 800 میلیگرم گرم دارن آمین های هتروسیکلیک مواد سرطانزای واضحی هستن و میتونن به هر شکل و توی هر نوع گوشتی که گرما دیده باشه و پخته شده باشه تشکیل بشن ولی بزرگترین منبعش گوشت مرغه ما محققینی رو به رستوران های فسفود و خانوادگی فرستادیم نه تنها توی تک تک اون رستوران ها مواد سرطانزا بود بلکه تو تمام نمونه مرغ هایی که گرفتیم هم مشاهده میشد اگه یه نفر خانواده به یکی از اینا ببره و یه ظرف مرغ سفارش بده هیچکس بهش نمیگه که اینا سرطانزاست اگه شما دارین به مردم مواد سرطانزا میفرشین باید بهش هشدار بدین اما انجمن سرطان آمریکا مردم رو تشویق میکنه که رژیمشون رو از گوشت قرمز و فراوری شده به مرغ تغییر بدن چرا از یه غذای سرطان به غذای سرطان زای دیگه ای بریم یه مطالعه در دانشگاه هاروارد نشون داده که افراد مبتلا به سرطان پروستات که مقدار زیادی مرغ مصرف میکنن خطر پیشرفت بیماریشون چهار برابر میشه منبع غذایی شماره یک کلسترول در آمریکا گوشت مرغه که به خاطر حجم مرغه مرغ رو گریل میکنن مرغ ارگانیک هم هست که بهتره ولی هر گرم از اون تقریبا به اندازه گوشت قرمز کلسترول داره پس فقط از نظر حجم منبع شماره یکه و بعد از اون هم تخم مرغ قرار گرفته هیچ وقت به تخم مرغ انقدر فکر نکردم تازه اونو به عنوان بخشی از رژیم غذایی سالم در نظر می گرفتم ولی بعد به تحقیقی برخوردم که میگفت احتمال میره خوردن تنها یه تخم مرغ در روز به اندازه کشیدن 5 تا سیگار مزره زرده یه تخم مرغ مهمترین نوع چربی اشباع شده و کلسترول که قادر یه جوجه رو مدت 21 روز بدون هیچ انرژی خارجی زنده نگه داره صرفاً چربی و کلسترول خالصه و وقتی اونو وارد جریان خونمون میکنیم گلبول قرمز خونمون رو میپوشونه پس خونمون غلیظتر و بندهتر میشه و سطح هورمون‌هاش تغییر میکنه میزان کلسترول رو بالا میبره خوردن زرده تخم مرغ هیچ فایده‌ای نداره تمام این تحقیق های چربی های اشبا شده که منتشر شدن و سعی دارن که از چربی های اشبا شده دفاع کنن یک کمپینی که توسط صنعت لبنیات را افتاده و منبع شماریه که چربی اشبا شده لبنیات نگوشت در سال 2008 صنعت لبنیات جهان با همدیگه جلسه داشتن و واضحه که موضوع روزشون این بود که تاثیرات منفی چربی شیر رو به وسیله تعدیل کننده ها و نقل قول متخصصین پزشکی خونسا کنند. تحقیق اصلی که این موج چربی اشبا رو در رسانه ها به راه انداخت توسط شورای ملی لبنیات پایگذاری شد صنعت تخم مرغ هم مطالعات مشابهی و پایگذاری کرد که مصرف کننده ها رو با این ادعا که تاثیر منفی روی عملکرد قلب نداره سرگردان کردن یعنی مثلا مک مافین و تخم مرغ ضررشون یه وقتی شما غذاهایی مثل گوشت گاو یا استیک یا گوشت فراوری شده و هات داگ میخورین نه تنها دارین چربی اشبا شده رو دریافت میکنین بلکه سموم غذا رو هم دریافت میکنین آهن مواد سرطان مواد شیمیایی فراوری شده اینا خیلی پیچیده است فقط چربی اشبا شده نیست راهکاری نیست که این محصولات رو ایمنتر کنند راهکار اینه که فقط سعی کنیم که عموم مردم رو گیج کنیم و ایجاد شک کنیم یه نامه غیر رسمی معروف در صنعت تنباکو وجود داره که اسمش اینه تردید محصول ماست این تنها کاری بود که اونا باید میکردن اونا مجبور نبودن که آمریکایی‌ها رو مجاب کنند که سیگار کشیدن مفیده تنها باید یه تردیدی رو ایجاد میکردن و بعد حتما پیروز میشدن مردم یه جورایی دستاشون رو تکون میدن که یعنی من نمیدونم بخورم این سردرگمی بازی اونهاست من واقعا فکر نمی کنم که مردم فکر کنن چیزی که میخوردن باعث بیماری قلبی بشه اونا فکر میکنن که وای این ژنتیک والدینم هم, هم, داشتن باور ندارن که این بیماری به خاطر سبک تغذیه است و فکر میکنن موروثیه مردم سبکای زندگی بعدی دارن که اونا رو ارث بردن از نظر محیطی اونا در معرض روش خاص غذا خوردن و زندگی قلب... قرار گرفتن که اونا تا دوران بزرگسالی هم ادامش میدن و اونو به فرزندانش هم منتقل میکنن به همین دلیله که اونا هم دچار بیماری هایی میشن که والدین و اجدادشون هم ممکنه که قبل از اونها دچار این بیماری ها شده باشن حتی اگه آمادگی ژنتیکی داشته باشین به این معنا نیست که الزامن باید بیان بشه و چیزی که تعیین میکنه این بیان میشه یا نه ممکنه همون متغیرهای پی ژنتیکی باشه چیزهای قابل کنترل مثل عوامل محیطی و چنین چیزا پس ما در واقع میتونیم بیان ژن ها ژن های سرکوب کننده تومور و ژن های فعال کننده تومور وسیله چیزی که میخوریم و چیزی که وارد بدنمون میکنیم تغییر بدیم پس حتی اگه پیش زمینه ژنتیکی بدی هم داشته باشین باز هم میتونین اونو با رژیم غذایی بر هم بزنیم. همیشه فکر میکردم تو جوونی دچار بیماری قلبی میشم چون هر دو پدر بزرگم دچار حمله قلبی شده بودن به من یاد داده بودند که اینا ارسیه ولی حمله قلبی احتمالا خیلی ارتباط با ژن نداره و بیشتر به مصرف زیاد گوش در رژیممون ارتباط داره به همین دلیله که وقتی من به صفحه نسخه های سلامت قلب انجمن قلب آمریکا مراجعه کردم نتونستم باور کنم که یه بخش کامل در مورد دستور پخت گوشت گوساله دارن انگار این انجمن داره تشویق میکنه همه مواد سرطانزا بخورن نگاه کن اینم منوشون رولت گوشت گوشت کمر استیک شوخشون گرفته انگار این منو سعی داره به مردم حمله قلبی بده تو سایت شما متوجه دستورهای سلامت قلب شدیم. یه جورایی سردرگممون کرده که چرا کلی دستور پخت اونجا وجود داره. یه بخش کاملش هم درباره گوشت گوساله است. به علاوه دستور پخت تخم مرغ. در حالی که ارتباط قوی بین گوشت گاو، گوشت قرمز و بیماری های قلبی وجود داره. میشه توضیح بدین؟ راستش من نمیدونم چون این کارو نمیکنم. این اصلا کار من نیست. این هم نماینده یه سازمان دیگه که نتونست به سوالای من پاسخ بده ولی اون گفت که به زودی یه نفر با هم تماس میگیره با این حال موفق شدم که با رئیس کالج آمریکایی قلبشناسی یعنی دکتر کیم ویلیام صحبت بکنم خب کالج آمریکایی قلب شناسی سازمان در حال رشد با 47000 عضو و مأموریت داره که بیماری های قلبی رو کاهش بده و زندگی بیماران رو بهبود ببخشه و اگه شما به اتفاقاتی که در مورد فشار خون و دیابت و مرگ و میر انسان ها از نگاهی بندازین میبینین که هرچه کاهش بیشتری توی محصولات جانوری میدین میزان اونا بیشتر و بیشتر کاهش پیدا میکنه ماهی چطور خب ماهی یه مقدار فرق میکنه ما چیزای نگران کننده داریم یعنی جیوه چربی اشباه شده و کلسترول و این کلسترول در همه جا وجود داره حتی توی آب ماهیتون هم هست که کمتر از یه لیوان شیره در مورد سالمون و تیلاپیلا که بیشتر از یه تیکه گوشت خوکه اگه به ماهیا دقت کنین میبینین که اونا تبدیل به اسفنجای جیوه شدن برای همین تو خیلی از بخشای کشور بهتون هشدار میدن تو هفته زیاد ماهی مصرف نکنین چون جیوه ممکنه باعث مرگ بشه ماهیهای بزرگ ماهیهای کوچیک رو میخورن و اونها هم توسط ماهیهای بزرگتر خورده میشن و این آفتکش ها و علفکش ها در گوشت ماهی ها انباشته میشه و این ماهیهای بزرگ شامل سالمون هم میشه که مردم فکر میکنن سالم ترین نوع ماهیه ولی در حقیقت مقدار آفتکش و در گوشت این ماهی خیلی شوکه است و باعث افزایش میشه ممکنه بعضی ها سوال کنن آیا ساردین نسبت به بقیه میزان زایات سمی کمتری نداره اینکه چیزی سمیت کمتری داشته باشه دلیل بر سلامت اون نمیشه فقط میزان سمیت اون کمتره ماهی های پرورشی بدون شک سالمتر هستند تمام این آنتی بیوتیک هایی که به این جانوران داده میشه مشابه با مرغ و بوغلمون هایی که توی قفس نگهداری میکنن هستند. این ماهی ها دچار عفونت های باکتریایی میشن پس باید به اونا ضد قارچ آنتی و امثال اینها بدیم و این مواد هم در گوش ماهی انباشته میشه یعنی <svib ABS> آلودگی های محیطی هم روی غذا اثر دارن دیوکسین سمیترین ماده شیمیایی ساخته شده یه دست بشره که توسط علم شناسایی شده و باعث بروز همه چی میشه اونا باعث جنون میشن باعث سرطان میشن باعث مشکلاتی در ترشوه قدرت درون ریز میشن ولی بیشترین بروز این بیماری در شماست که 93 درصد از خوردن گوشت و محصولات لبنی ناشی میشه چون که این ماده میتونه به طور مؤثری تو زنجیره غذایی بالا بره پس با زندگی کردن در کنار محل سوزوندن اونا و تنفس اون هوا میتونید در معرض اونا قرار بگیرین ولی 14 سال طول میکشه که به میزانی که یه گاو میتونه اونو با مصرف روزانه ی علف جذب کنه برسید و این سم در چربی اون انباشته میشه که شامل شیر و گوشتش میشه و هر کسی که از اون گوشت و محصولات لبنی تغذیه کنه همون دوز از دیوکسین رو دریافت میکنه خب پس اون تو هر پله زنجیره غذایی بالا میره مردها هیچ راهی برای خلاص شدن از این دیوکسین ها ندارن ولی زنا دوتا راه دارن که هر دوی اونا با بچه دار شدن در ارتباطه به زنای باردار گفته میشه از خوردن انواع خاصی از ماهی اجتناب کنن ولی محصولات حیوانی دیگه که دارن باب میشن چی تصور کنین که همزمان که جنین در حال رشده باب شدن این سموم مزر باعث ایجاد اختلالات تولید مثلی میشه و دقیقا زمانی که نوزاد در حساس مرحله رشدش در حال رشد باشه باعث بروز مشکلات ذهنی و هورمونی میشه وقتی بهت میگن یکم شیر با آخه بارداری یا یکم ماهی با آخه بارداری شما نگران باید بشین چون کسی بیشترین میزان سم موجود در اونا رو نمیگیره تمام این سموم محیطی و سموم ناشی از غذا که خورده میشن در بافتای اونا انباشته میشه و در بدن مادر آزاد میشه وقتی که بارداری از این محصولات تغذیه میکنین همشون به بچه منتقل میشن پس این شامل آنتیبیوتیک ها، هرمون و استروید ها در تغذیه جانور ها میشه جانوران تجاری به طور گسترده با زورت و سویه دستگاری ژنتیکی شده تغذیه میشن که مملو از آفت ها هستن بعضی از ترکیبات از دهه هفتاد قدغن شدن تمام این ترکیبا میتونن آسیبای هرمونی، تولید مثلی و رشتم ایجاد کنند. خوردن گوشت گاو و مرغ و یا ماهی ارگانیک به پرهیز از ترکیباتی مثل جیوه، مثل دیوکسین، مثل استورتیوم 90 کمکی نمیکنه چون اونا تو هر نوع مزرعه و آبی پراکنده شدن. پس مزرعه های ارگانیک هم از اونا ایمن نیستن. پس به هر حال این ترکیبات وارد بدن این حیونا میشن همیشه نگران تاثیرات احتمالی سلامت مواد دستکاری شده ژنتیکی بودم ولی بعد متوجه شدم که بیشتر ذرت دستکاری شده دنیا در واقع توسط دام ها مصرف میشه که از بین اونها دام های شیرده بیشترین مقدار رو مصرف میکنن این یه حقیقت وحشتناک در مورد لبنیات مخصوصا این که من خیلی پنیر خوردم وقتی به پنیر فکر میکنین میبینین که اون محصول بی‌نظیری از لحاظ سلامتی یکی از بهترین غذاهاست اما یه محصول حیوانیه پس تمام اون مشکلات بیولو... رو در موردش خواهید داشت این یه ماده غذایی فراوری شده است و نه تنها مقدار زیادی چربی اشباه شده داره بلکه مقدار زیادی هم نمک بهش میزنیم ارتباط نزدیکی بین محصولات لبنی و بیماری های خود ایمنی وجود داره پس میتونه خودشو به شکل تولید بیش از اندازه ماده مخاطی و تشدید آسم در کودکانی که اونو مصرف میکنن نشون بده و حتی در بزرگ سالان هم ارتباطی بین غذاهای لبنی و ام و دیابت نوع یک که نوعی بیماری خود ایمنی و سایر مشکلات روماتولوژیه میشه شیر گاو مایه برای رشد گوسال است واقعا هم همینطوره و واقعا هیچ بچه انسانی روی زمین وجود نداره که واقعا به شیر گاو بیشتر از مثلا شیر زرافه و یا یک موش نیاز داشته باشه اغلب مردم جهان نسبت به لاکتوز مقاوم نیستن این حالت عادیه چرا بدن ما باید این آنزیم رو تولید کنه اونم بعد از از شیر گرفتن و بعد از دوران نوزادیمون اصلا منطقی نیست 73 درصد از آمریکای آفریقایی ها به لاکتوز حساسن 95 درصد از آسیایی و تقریبا 70 درصد بومیان آمریکا و 53 درصد از اهالی آمریکای لاتین به لاکتوز. تو حساسن دولت ما داره آمریکایی های مختلفی رو به خوردن غذایی تشویق میکنه که میدونه اونا رو بیمار میکنه در نهایت چیزی که از این دولت برداشت میشه اینه که داره به من به عنوان یه آمریکایی آفریقایی میگه که غذایی بخورم که منو بیمار میکنه و هیچ منافع بهداشتی هم نداره بله شیر یه غذای ریسکی برای مصرف انسانه من به عنوان پزشک متخصص اطفال هر روز دارم میبینم که کودکان از وضعیتی رنج میبرند که با مصرف محصولات لبنی در ارتباط از جمله اگزما آکنه یوبوسد اسیدی شدن معده نارسایی آهن و کمخونی پروتئین شیر گاو حساسیت ترین ماده غذایی که وجود داره مردم فکر میکنن که خب من شیر بدون هورمون میخوام که هورمون رشد گاوی داخلش نداشته باشه ولی شیر یه مایه هورمونیه و مملو از هورمون های جنسی و هورم هورمون های استروئید طبیعی جنسی از جمله استروژن و پروستروژن در حقیقت مهم نیست که شیر معمولی باشه یا شیر ارگانیک شیر بدون هورمون یه لفظ زد و نقیزه لبنیات ارگانیک هم به اندازه محصولات لبنی معمولی چربی اشباع شده کلسترول و گالاکتوز و هر چیزی که شما نمیخواین و دارن محصولات لبنی به طور کلی مواد زاید زیادی داره محدودیت های قانونی وجود داره که توی شیری که میفروشین چقدر زایات میتونه وجود داشته باشه من میدونم که باید حدود 750 هزار سلول از زایات در هر سیسی باشه شما زایات زیادی نمیخواین از اونجایی که این زایات خالصا ممکنه مردم اعتراض کنن در حقیقت اگه بتونین میشه پنیر رو به عنوان نوعی زایه فرآوری شده در نظر بگیرید همیشه به ما گفتن که شیر واسه استخونا خوبه که من جین چاپمن هستم و همین اواخر عکسای اش از کمر و پشت کمرم انداخت. در دو طرف پشتم به طور متقارن ورم مفاصل دیده میشه و راستش قرار دو تا لگنم و عوض کنن چون دو تا استخونش به هم رسیده و مفصلا دوچار سایدگی شدن تعادلم خیلی بد شده وقتی تو خونم دستم و به دیوار میگیرم به هم گفتن که از واکر استفاده کنم من فقط شست و یک سالمه اصولا آدم تو این سن نباید اینجوری بشه باور کردنش برام خیلی سخته که تا آخر عمر باید اینجوری بمونم تحملی سخته محققین روی رشد استخوان در کودکان و احتمال ایجاد شکستگی در صورت داشتن استرس رو بررسی کردند و کودکانی که بیشترین شیر رو خورده بودند کمترین حفاظت رو داشتند شیر باعث ساخت استخوان‌های محکمتر نمیشه تو هاروارد تعداد زیادی از زنان که بیشتر از 18 سال عادت ماهیانه شده بودن و تحت بررسی قرار دادن و دیدن که شیر هیچ تأثیری تو شکستگیشون نداره افرادی که شیر می نوشن احتمال شکستگی لگن و ابتلا به سرطان بیشتری دارند و طول عمر کوتاهتری دارند. ثابت شده که کشورهایی که بیشتری میزان مصرف لبنیاتو دارن بیشتری نرخ ابتلا به ورم مفاصل رو هم دارن پس واضحه که نوشیدن شیر از استخوانهای شما محافظت نمیکنه با انجام تحقیقات بیشتر فهمیدیم که لبنیات با انواع بیماری ها ارتباط داره منم مثل خیلی ها فکر میکردم اکثر سرطان ها به خاطر ژن به وجود میاد ولی تنها 5 تا 10 درصد اونا واقعا ژنیه سرطان به وسیله جهشی که در دی ای رخ میده اتفاق میفته ولی این کافی نیست پس این باعث ایجاد اولین سلول سرطانی میشه ولی یه سلول سرطانی هیچ وقت کسی رو نکشته دو ولی یه میلیارد سلول ما رو با مشکل روبرو میکنه پس ما باید فاکتورهای رشد رو توی بدنمون کاهش بدیم از جمله IGF-1 که فاکتور رشد شماره یک و شبیه به انسولینه این یه هورمون رشد تحریک کننده سرطانه که در هر مرحله از رشد سلول سرطانی انتشار و متاستاز اون درگیره محصولات لبنی احتمال ابتلا به انواع مختلف سرطان و افزایش میده به خصوص سرطان‌هایی که با هورمون در ارتباطن مثل سرطان سینه پروستات و سرطان تخمدان پس این محصول نیست که بخواید تو خالص ترین حالتش هم مصرف کنی که خطراتی در پی داره فهمیدم که لبنیات میتونه شانس ابتلا به سرطان پروستات رو در مردان 34 درصد بالا ببره برای زنایی که سرطان سینه دارن تنها مصرف یک وعده لبنیات در روز میتونه احتمال مرگ بر اثر این بیماری رو 49 درصد و مرگ بر اثر هر چیز دیگه رو 64 درصد بالا ببره چرا وبسایت های سرطان سینه مثل سوزان جی کومن در مورد این چیزها هشدار نمیدن از اینکه با سوزان جی تماس گرفتین ممنونم من ژاکلینم کارتون چی چرا هشدار جدی در مورد خطرهای مصرف لبنیات تو وبسایتتون نیست مگه بین مصرف لبنیات و سرطان سینه ارتباط مستقیم وجود نداره یه مقاله تو مجله مؤسسه ملی سرطان چاپ شده نشون میده که زنانی که لبنیات مصرف میکنن تا 49 درصد خطر مرگ بر اثر سرطان در اونها بیشتر میشه چرا همچین اطلاعاتی تو وبسایتتون نیست نمیتونم به این مدل سوالا جواب بدم یه بار دیگه نماینده سازمان بهداشتی میگه که یه نفر دیگه باید پاسخگوی سوال من باشه به جای اینکه دوباره سر کار برم مستقیما خودم رفتم محلی که سوزان جی کومن کار میکنه ببینم که چه کسی به سوالان پاسخ میده اونا نمیخواستن حضوری به سوال من جواب بدن و از همون خواستن که فیلم برداری هم نکنیم ولی قول دادن که منو مستقیما من به دفتر ملی وست کنن کمپین روبان صورتی سوزان جیکومن کارهای زیادی برای بالا بردن سطح آگاهی ها در مورد سرطان انجام داده ولی دیدن اون روبان های صورتی روی ظرف های ماست گیج کننده بود با رژیم و سبک زندگی ساله میشه از سرطان سینه پیشگیری کرد ولی این کارو نمی کنیم ما درباره روبان های صورتی داریم حرف میزنیم و این همه پول برای تحقیقات درمانی اون هزینه می من به عنوان یه نفر میدونم که میخوام دخترم مادرم و خودم روی رسیدن به نکته اصلی تمرکز کنیم علا رقم این همه خطر توی طول عمرم در مصرف پنیر زیاد روی کردم ولی منم مثل خیلی های دیگه به نظر میرسی که بهش معتادم مشخص شد که پروتئین کیزین که پروتئین اصلی در محصولات لبنی و به خصوص در پنیره طی حزم در انسان تجزیه میشه و چیزی به اسم کازومورفین رو تولید میکنه ترکیبات چپ مورفین مشتق شده از کار این وارد مغز شده و به همون گیرنده هایی که هروئین بهشون میچسبه متصل میشه اشتباه برداشت نکنین اونا به قدرت هروئین نیستن ولی به اندازه کافی قوی هستن تا بارها و با بارها و با بارها شما رو به خودشون برمیگردونه علی رغم این حقیقت که این اضافه وزن پیدا میکنین بیمار هم میشین این پنیر یک جور اعتیاده کازو مورفین میتونه در سید یعنی سندرم مرگ ناگهانی نوزادان و همینطور در اوتیسم نقش داشته باشه این یعنی یکی از دلایلیه که ما نمیخوایم نوزادان شیر گاو بنوشن شیر انسان دو هفته همه گرم در هر لیت کازه این داره ولی در مقابل در شیر گاو 26 گرم در لیت میبینیم که عملا ده برابر بیشتره تعجبی نداره که چرا اعتیاد آوره حرف اعتیاد شد به تمام داروهایی که دامها استفاده میکنن فکر کردم من به ساختمان اصلی مرکز ایمنی غذا گروه دولتی ناظر بر FDA رفتم تا ببینم که چقدر باید نگران داروهای موجود در غذاهامون باشیم خب چیزی که ما ازش خبر داریم حداقل 450 نوع داروی متفاوتی که به دام ها داده میشه این داروها به دلایل متعددی مصرف میشن تعداد خیلی خیلی اندکی از اونها واقعا به نفع سلامت مصرف کننده هست ما شرکت های داروسازی رو داریم که سخت در تلاشن تا از فروش مقدار زیادی از داروهاشون به افرادی که گاو و گوسفند و مرغ پرورش میدن مطمئن بشن صنعت داروسازی 80 درصد از تمام آنتی بیوتیک که در ایالات متحده تولید میشه رو به پرورش دام میفروشن بقایای آنتی بیوتیک در گوشت یافت میشه سایر آنتی ها هم در گوشت یافت میشن مواردی از راکتوپا مین هم در گوشت پیدا شده و در حال حاضر داریم در مورد چهار داروی مختلفی که ممکنه توی یه تیکه گوشت واحد یافت بشه بحث میکنیم شرکت داروساز بناس که ایمنی داروهای دامی رو اثبات کنه اونا واقعا آزمایش نمیکنن که ببینن تاثیر این داروها روی انسان ها چیه وقتی ما تلاش میکنیم که اطلاعاتی رو از برخی از مطالعات بهداشتی و تحقیقات محیطی از برخی از آژانس فدرال به دست بیاریم پشت سر هم با صفحات اطلاعات سیاه شده روبرو میشیم چون شرکت ادعا میکنه که اطلاعات تجاریشون محرمانه است مصرف کننده ها خبر ندارند که توی محصولاتی که مصرف می چه چیزی وجود داری؟ پس اینکه یه ماده چقدر میتونه منو مریض کنه و چقدر محیط زیست و آلوده میکنه جزء اسرار اون شرکت هاست. در صنعت پرورش دام مثل صنعت تنباکو این شرکت ها واقعا سود سرمایه گذاریشون تو اینه که اطمینان حاصل کنن که عموم مردم اطلاعاتی درباره تأثیرات و خطراتی که واقعا برای مصرف کننده ها داره به دست نمیارن ما تو بعضی جاها سیستم هایی داریم که حیوونا از فضولات خودشون تغذیه میکنن یا در کنار دام زندگی میکنن که بیمارن یا حتی مردن اونا تو قفسهایی در کنار حیوانات افتادن که باکتری ها تمایل دارن روشون پراکنده بشن و تو این شرایط کثیف پاتوژن هایی تولید میشه که برای این محیط های کثیف خلق شدن تا حالا خیلی ها مردن از سالمون ها گرفته و سایر چیزهایی که میخوریم ما حدود سه هزار نفر رو داریم که سالانه توی ایالات متحده میمیرن از تعداد افرادی که یازدهم سپتامبر در برج های دوقلوی نیویورک کشته شدن تلفات بیشتری داشتن اگه یه سازمان تروریستی داشتیم که سالانه سه هزار نفر رو بکشه هاش برابر میشیم بیشترین مرگ مربوط به مرگ بر اثر باکتری های مقاوم با آنتیبیوتیکه که سالانه بیست هزار نفر رو میکشه مثل اینه که یازده سال و هر سال هفت بار اتفاق یازده سپتامبر رخ بده میتونین تصورشو بکنین؟ به نظر وحشتناک میاد میدونین سازمان جهانی بهداشت گفته که ما داریم به دوره پسا بیوتیکی نزدیک میشیم و در معرض خطر افونت های کشنده در جراحی های خفیف قرار میگیریم. اگه بخواین برای کشیدن دندون به دندون پزشک مراجعه کنین در معرض خطر خواهید بود. اگه پاتون دچار افونت بشه باید پاتون قطع بشه. پس این موقعیت خیلی خطرناکه. با افزایش تولید این دام ها اونا تبدیل به موتور فوق برای تولید یک ویروس آنفولانزای جدید میشن که میتونه به سرعت منتشر بشه و وارد جامعه بشه اگه نزدیک این مزرعه پرورش خوک زندگی کنین نه فقط تو عملیات تغذیه متمرکز حیوانات بلکه تو زمین های رهاسازی فضولات پس سه برابر بیشتر احتمال ابتلا به عفونت دارین پس این واقعا برای جامعه خیلی خطرناکه از دیدگاه زیست محیط و از دیدگاه اجتماعی و از تمامی جنبه ها کارولینای شمالی ایالتی با وضعیت ارجنسیه. ما تا حالا اونجا کشمکش های آنفلانزای خوکی و یا همونطور که ترجیح میدن بهش اشاره کنم H1N1 رو داشتیم. این رویدادان فلانزای خوکی خاص در مزرعی نزدیک به کارولینای شمالی شروع شد. تعداد خوک ها در کارولینای شمالی تقریبا به اندازه تعداد مردم. هست. ده میلیون خوک موجود در کارولینای شمالی فضلاتی به اندازه 100 میلیون انسان تولید می کنن. این میزان معادل با اینه که کل ایالت شرقی کرانه دریا فاضلا به رو به درون کارولینای شمالی بریزن و هیچ تصویه هم روی اون فاضلاب انجام نشه. فضولات خوک وارد بستر خاک میشه بعدش درون چاهای فاضلاب میره بعدم پمپاش میشه توی رودخونه ها و بعدم بدون فیلتر به مزار برمیگرده وقتی به عقب برمیگردیم و نگاهی به مکانهایی که این تجهیزات قرار دارن میندازیم میبینیم که یه تعداد غیر متناسب از اونا هست که نزدیک جوامع مختلفی قرار دارن جوامع کم درآمد میدونین خواهر من آسم داره برادر اینم آسم داره اون سه سالشه ما نمیدونیم که این یکی ممکنه چش باشه من آسم دارم سینوزید دارم سارکویدوزم دارم یه باکتریه من پیسمیکر دارم یه سندروم سینوسی بده ولی میدونین تقریبا همه تو این ناحیه آسم یا سرطان دارن همسایه من فکر کنم یه سال پیش از سرطان فوت کرده برادر زدم که پایین خیابونه اونم سرطان داره سرطان کشنده مرحله چهار اصلا سیگارم نمیکشه. خب حالا می بینی؟ اینجا همه مریضن اگه اینا رو ببینی دیگه گوشت خوک نمیخوری. خب من بیکن نمی نمیخورم چون میدونم از کجا میاد وقتی خوکا میمیرن اونا رو توی جعبه میذارن به خاطر گرما متورم میشن متلاشی میشن یه کامیون میاد و اونا رو بر میداره اونا رو به یه کارخونه فرآوری توی روزهیل میبره میکنه و دوباره اونا رو به خورده خوکا میده اگه وقتی از اون در میام بیرون اون در حال پاشیدن باشه و روی صورت منم بریزه درست میخوره توی صورتم بو شبیه بوهایی که تا حالا شنیده باشین نیست از بوی جنازه هم بدتره اونجا خواهرا و برادرای منم هستن وقتی برای مراسم خاکسپاری میریم از اون اسپری استفاده میکنیم تو می خاکسپاری آره تو خاکسپاری هین خاکسپاری اسپری میکنن و هر وقت که مردم میان بینیاشون رو میگیرن و میگن که خیلی بوی بدی میده وقتی که میخوان بیان, بیان بیرون غذا درست کنن اونا اسپری میکنن فکر میکنی عمدن این کارو میکنه فکر میکنم چون فقط یک شنبه ها اسپری انجام میشه تو اکثر این ناحیه محل پرورش خوک و بوغلمون وجود داره اینجا یه ناحیه سیاهه یا منطقه اسپانیاییه یکی از این دو تاست به نظرت از نظر حقوق مدنی مسئله هست آره فکر میکنم آره فکر میکنم آره آره یه زمانایی در گذشته بود که یک شنبه آماده می شدم آماده می شدم که برم کلیسا بعد که می اومدم بیرون این بو اینقدر شدید بود که مجبور می شدم برگردم تو خونه دوباره دور هم جمع شیم برای اینکه بوی خوکدونه میومد. اومد واسه همین فکر میکنم. دولت براش مهم نیست اونا بیشتر به فکر شرکت های خودشونن تا مردن مردم اونا تو این شرکت مرغای بیشتری تولید میکنن تمام مدفوع و ادرارهای دنیا تو این مرکز درست و کارولینای شمالی جمع میشه تو ایالات من ببین اون رودخونه بلالاینه از اونجا میاد و از ملک منرد میشه اون رودخونه بلولاین با ادرار و مدفوعی که از خوکتونی میاد پر شده اونا هم فقط میان که خب ما داریم به دنیا غذا میدیم اونا به غذا دادن به دنیا علاقه ندارن اونا به پول دروردن علاقه دارن اگه پول ازشون بگیری میذارن مردم دنیا از گرسنگی بمیرن چون اگه واقعا میخوان به دنیا غذا بدن میتونن با ذرت چکم این دنیا رو پر کنن به جای اینکه گوشت رو کنسرو کنن میتونن از ذرت و گندم و چیزای دیگه هم استفاده کنن گوشت یه کالای لوکسه وقتی که داریم کاری میکنیم که به بقیه ی مردم آسیب میزنه پس کارمون اشتباهه و به فکر مردم نیستیم صبح روز بعد بیدار شدم که برم رودخونه برن پیدا کنم که تعداد زیادی از هاش به خاطر آلودگی که از مزارع پرورش خوک میاد مرده بود دهها هزار ماهی توی ساحل به گل نشسته بود این همه راجبه به بهداشت حرف میزنند ولی متوجه شدم که من فقط دارم پول بهداشت فرقی تمرکز میکنم ولی بهداشت الان واسه من معنای بیشتری پیدا کرده الان موضوع بهداشت خانواده و جامعه ماست نمیتونستم با وجدان راحت از صنعتی حمایت کنم که میدونم داره به بقیه آسیب میزنه آلودگی بر اثر پرورش حیوانات فقط مشکل کارولینای شمالی نیست پرورش دادن حیوانات به هدف غذا گازهای گلخانگی بیشتری نسبت به کل بخش حمل و نقل و تولید ایجاد میکن. دلیل جنگل زدایی نواحی گرمسیری انقراض گونه ها مرگ نواحی اقیانوسی و تلف شدن آب شیرین هم همینه انجمن دیابت آمریکا بالاخره تصمیم گرفتن که مصاحبه بکنن. دارم برای مصاحبه با انجمن دیابت آمریکا آماده میشم. یه نگاهی هم به توصیه های برنامه های غذایی و رژیم دیابتشون میندازم. اونا کلی غذا دارن که با ابتلا به دیابت ارتباط داره. اگه اونا واقعا دارن این غذاها رو توصیه میکنن، چطور انتظار دارن که مردم دیابت نگیرن؟ بعد من چند تا مطالعه از همکارانشون دیدم که توی وبسایت مؤسسه ملی بهداشت منتشر شده بود. نشون میده یه رژیم غذایی کمچرب بر پایه گیاه برای کنترل و حتی از بین بردن دیابت دو برابر قوی تر از رژیم پیشنهادی انجمن دیابت آمریکاست که شامل گوشت و لبنیات میشه. مأموریت انجمن دیابت آمریکا اینه که راه پیشگیری و درمانی برای دیابت شناسایی کنه. ولی در حال حاضر اینه که زندگی تمام مردمی که تحت تاثیر دیابت هستن رو بهبود ببخشه. حالا به نظر شما بهترین راه برای جلوگیری از این مسئله چی میتونه باشه؟ برای دیابت نوع دو مشخص نیست ما نمیتونیم از دیابت نوع دو در تمام افراد پیشگیری کنیم ما بررسی کردیم و به یه سری مطالعه رسیدیم که گفته بودن شما در واقع پتانسیل اینو دارین که با یه رژیم خالص گیاهی دیابت رو درمان بکنید یا حتی اونو ریشکن کنید باورم نمیشه که شواهد کافی برای نشون دادن این هست چطوری میشه اینو با رژیمی که انجمن دیابت توصیه کرده مقایسه کرد ما یه رژیم خاص رو توصیه نمی کنیم ما غذا خوردن سالم رو توصیه میکنیم. کنیم یعنی همونی که رو وبسایتتون هست ما سالم غذا خوردن رو توصیه می کنیم شما اب... شما یه فهرست یه فهرست دارید که کلی غذا توش هست یه برنامه غذایی کلی دادین درسته اونا تنها منتخبی از غذاهاست که باید در نظر داشت ما یه رژیم دیابتی نداریم یعنی <متحدث> با این رژیمی که شما پیشنهاد دادید میتونید اونو مثلا مقایسه بکنید با یه رژیم خالص گیاهی آره هیچ کس اون مطالعه رو انجام نداده خب ما چند تا مطالعه پیدا کردیم یه مطالعه 74 هفته, و چار هفته که رژیمای غذایی گیاهی کمچرب ضد برنامه غذایی انجمن دیابتی <متحدث> واقع... من فکر میکنم دیگه حرفمون تمومه من وارد این بحث نمیشم وارد این بحث نمیشم من اون مطالعات شما رو احتیاج دارم البته اگه واقعیت دارن اگه انجام شده اصلا اونا درسته یا اونی که من گفتم هر رژیمی مفیده هر رژیمی جواب میده اگه مردم دنبالش کنن ولی اگه اون رژیم مناسبی نباشه مثلا اینکه یه نفر از رژیمی پیروی کنی که توش غذای مکدونالد زیاده من نمیتونم بگم رژیم مناسب چه رژیمیه میتونم بگم که رژیم نامناسب چیه خب میتونیم در مورد رژیم های خوب حرف بزنیم مطمئن نیستم که چرا من شما من وارد این بحث نمیشم بحث رژیم؟ نه اگه با این حرفا میخواین به اینجا برسین ببخشید ولی من اون آدمی نیستم که باش حرف بزنید آخه دلیلش چیه؟ اگه میخواین وارد اینا بشین من اون آدم نیستم پس با کی در مورد رژیم حرف بزنیم؟ با هر کی بخواین میتونین حرف بزنین خب جالب شد چرا خودتون یه رژیم توصیه نمی چون اصلا داده ای نیست ولی اگه یه نگاهی به داده هایی که پیدا کردیم بندازیم میبینیم که رژیم انایچ اروپا رو تایید میکنه انجمن اروپایی که روی این مسئله داره تحقیق میکنه بس مظرت میخوام من, با شما وارد بحث بشم من, با شما وارد این بحث, من بحث, من با با این این بحث, بحث نمیشم ما فقط داریم درباره مطالعات اروپایی درباره دیابت و همینطور مطالعه جاهای دیگه حرف میزنیم چرا اونا به نتایجی رسیدن که نتایج های زیادی وجود داره مطالعه های زیادی تو منابع وجود داره که خیلی هاشون اصلا تکرار نشدن یا رک بگم اشتباهن واسه همینه که ما از بررسی همصد استفاده کردیم خب انجمن اروپایی مطالعات دیابت هم بررسی کردین یا نه من نمیدونم شما به کدوم مطالعه اشاره دارین ولی حالا که قادر نیستم اون مطالعه رو ببینم پس نظریم نمیدم خب من بهتون نشون میدم ببخشید من دیگه وقتش چرا ندارم. شما فکر میکنید ما داریم بحث علکی میکنیم موفق باشین خیلی جالب بود چیزی که اون میخواست دربارهش حرف بزنه این بود که مردم با دیابت بیشتر عمر کنن ولی وقتی درباره کاهش دیابت و پیشگیری حرف زدم گفت که اوه از خط قرمز رد شدی پیشگیری و درمان نه وارد اون نشیم درست نیست نه تنها دکتر رتنر مأمور ارشد پزشکی انجمن دیابت آمریکا نخواست درباره رژیم غذایی حرف بزنه بلکه این حقیقت که اون همچین واکنش احساسی به سوال من نشون داد این حسو کردم که انگار دارم از یه چیزی پرده برمیدارم که اون نمیخواست فاش بشه من همیشه فکر می کردم که هیچ پیشگیری واسه دیابت نوع یک وجود نداره ولی بعدا به کلی مطالعه در مورد ارتباط بین مصرف مواد لبنی در جوانی و دیابت نوع یک رسیدم این غذایی که برای گوساره درست شده پروتئین شیر گاو وارد جریان خون میشه و بدن میگه که هی این قرار نیست وارد جریان خوب بشه و علیه اون پروتئین های شیر گاو آنتیبادی میسازه که به لوزول بده حمله میکنه و اونو تخریب میکنه آخه واسه چی انجمن دیابت زودتر از همه این چیزها رو تو وبسایتش نذاشته چرا نمیخوان به همه والدین در این باره هشدار بدن حتی اگر احتمالش خیلی هم کم باشه چرا دارن به مردم توصیه میکنن که در واقع غذاهایی بخورن که با دیابت در ارتباطه به نظر میرسه که تمام سازمانهای بهداشتی بزرگ مردم رو به خوردن غذاهای بد تشویق میکنن در حالی که باید باهاش مبارزه بکنن انجمن قلب آمریکا گوشت رو توصیه میکنه انجمن سرطان آمریکا گوشت فراوری شده رو توصیه میکنه های صورتی روی محصول لبنی زده میشه تو انجمن دیابت آمریکا میگوی پیچیده شده تو بیکن وجود داره چی میشه اگه آره انجمن دیابت آمریکا داشت از دنان یکی از بزرگترین تولید ماست دنیا پول میگرفت همینطور از کرافت سازنده پنیرهای فراوری شده ولویتا گوشتهای فراوری شده اسکار غذای فراوری شده بچهای لانچبل و بامبل بیفود تولید کننده گوشتهای کنسروی همینطور انجمن سرطان آمریکا داشت از تایسون یکی از بزرگترین تولید کننده های گوشت و برند یام صاحب پیتزای KFC و تاکوبل پول می گرفت. سوزان جی کومن که قرار بود با سرطان سینه مبارزه کنه با KFC گوشت های فراوری شده دیتس واتسون و ماست یو مشارکت داشت. انجمن قلب آمریکا هم احتمالا از همش بدتره. وای صدها هزار دلار از صنعت گوشت گاو، مرغ و تولید کننده های لبنیات و میلیون ها دلار از فسفودها و تولید کننده های غذاهای فراوری شده میگیره تک تک این سازمان ها داشتن از شرکت های گوشت و لبنیات پول می گرفتم که با علت ابتلا به این بیماری ها مرتبط بودن این مثل اینه که انجمن ریه ای آمریکا از صنعت تنباکو پول بگیره من داشتم از نگرفتن جواب خسته می شدم پس خودم به دفتر مرکزی این سازمان ها رفتم ما باید با یکی شخصا حرف میزدیم زدیم میلیون ها نفر دارن به خاطر غذاهایی می میرند که شماها دارید به مردم خوردنشون رو توصیه میکنیم میخواستم بفهمم که چرا سوزان جی گومن اون 35 میلیون دلار رو از یوپلیت قبول کرده اونم وقتی که محصولات اونا میتونه احتمال مرگ زنان بر اثر سرطان سینه رو 49 درصد زیادتر بکنه از انجمن سرطان آمریکا بپرسم که آیا دلیل اینکه که KFC و تیسون پول میدن اینه که مصرف گوشت رو بیشتر بکنن ولی هر کدوم از این سازمان ها از مصاحبه کردن تفره رفتن چیزی که واقعا ناراحت کننده است اینه که ما نمیتونیم به اطلاعاتی که از این سازمان های بهداشت اصلی مثل انجمن سرطان آمریکا و انجمن دیابت آمریکا منتشر میشه اعتماد کنیم. اونا دارن دقیقا از همون سنت های پول میگیرن که باعث ایجاد مشکلاتیه که قرار بوده به پیگیریشون کمک بشه. پس این باعث میشه که مادامی که به مواد غذایی مربوط میشه حقیقت رو از سازمان ها نشنویم. خب این میتونه پایان سرمایه گذاری اونا باشه، میتونه پایان شغلشون باشه، ممکنه دادخواهی انجام بشه که تمام این رو روی سر اونها خراب کنه و الزامن سازمان های اونا ناپدید خواهند شد یه بار من به یه خیریه یه جمع کننده یه سرمایه برای انجمن دیابت آمریکا رفتم من رفتم اونجا اونا یه بوفه کامل داشتن که تماما محصولات جانوری توش بود من یادم میاد که یه مرغ کبابی بزرگم بود و من هم از اونجا زدم بیرون من گفتم که سرو کردن یه مرغ اونم توی یه رخ داده دیابتی مثل اینه که تو جلسه یه ترک احتیاط مواد سرو بشه میخواستیم با یه جراح برجسته مصاحبه بکنیم و ازش فیلم بگیریم ولی قبل از اینکه بتونیم وارد ساختمون بشیم مدیر روابط رسانه بیمارستان جلومون رو گرفتیم راستش من میفهمم که دکتر گفته که میتونی امروز فیلم برداری کنین ولی متاسفانه همچین چیزی امکان نداره من میدونم که اون از بیمارا طرفداری میکنه تا رژیمشون رو عوض کنه ولی بیمارستان داره از راه جراحی ها پول در میاره و واقعیت اینه که اونم همینطور پس ما نمیتونیم کاری کنیم که اثر منفی روی بیمارستان داشته باشه پس متاسفانه امروز نمیتونی اینجا فیلم برداری کنی با اینکه اون گفته بود میتونی وقتی دیدم که اون انقدر راحت گفت که بیمارستان بیشتر از سلامت مردم به فکر منافعشه حالم بد شد ولی فقط بیمارستان یا این سازمان ها نبودن حتی دولت آمریکا هم درگیر این کار هر پنج سال بخش کشاورزی آمریکا دستورالعملهای غذایی رو برای ها تنظیم میکنه افرادی که این دستورالعملها رو مینویسند برای نمونه از مکدونالد شورای ملی لبنیات مؤسسه گوشت آمریکا برد لبنیات ملی برد ملی دام و گوشت برد تخم مرغ آمریکا شرکت های آبنبات و شکر کوکاکولا و امثال هم بهشون پول میدن یعنی ما داریم به توصیه های غذایی کسایی گوش میدیم که دارن ما رو میکشند وقتی آژانس مبارزه با دوپینگ ایالات متحده هر پنج سال یک بار برای مردم آمریکا هرم غذایی سالم و یا بشقاب نیروزا درست میکنه اونا تضمین میکنن که توی اون بشقاب غذاهایی خواهد بود که وقتی مصرف میشن منجر به نابودی میلیونها آمریکایی میشه آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکا که قرار از ما حفاظت کنه دوتا تا داره اونا قرار هم از ما حمایت کنن هم از تولید کننده حد بزنین چی میشه وقتی این دوتا با هم شاخ به شاخ بشن اونا تولید کننده رو انتخاب میکنن در اسناد داخلی که توسط دکتر گرگر فاش شده آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکا تایید میکنه که نمیشه قانونا تخم مرغ مغذی کمچرب جزی از رژیم متعادل کم کالری سالم و بهداشتی باشه ولی هنوزم دارن از طریق برنامه های چکاف فدرال این محصولات رو تولید میکنن اگه از کسی بپرسید که تا حالا چیزی در مورد برنامه چکاف شنیده احتمالا میگه نه با اینکه روزانه دارن پیام هایی در این مورد دریافت میکنن پس برنامه چکاف مسئول این پیام هایی هست که ما توی تلویزیون توی اینترنت روی بیل بورت ها و در مجلات میبینیم که چیزهایی از این دست میگن مثلا شیر بدن رو سلامت میکنه و یا شیر یعنی زندگی گوشت گاو برای شام و گوشت خوک الهام بخشه برنامه های لبنیات چکاف 12 میلیون دلار به دومینو میده تا فقط برای م... محصول پنیر چربش بازاریابی کنه و این کار آژانس مبارزه با دوپینگ و کار دولته اگه شما اون تبلیغات پیتزاها نونای پر شده با کلی پنیر رو دیده باشین تمامی اونا برنامه تبلیغاتی دولت برای صنعه چطور میشه به گوشت پنیر بیشتری اضافه کرد چطور میتونیم شیر بیشتری توی قهوه بریزیم چیزایی مثل این فقط واسه هدایت مصرف این محصولات واقعا غیر بهداشتیه پس برای این نمونه مکدونالد 6 تا نیروی تمام وقت داره که بر اساس اسنادی که ما پیدا کردیم به خاطر این برنامه دولت حقوق میگیرن ولی سرمایش از سولید کننده هایی تامین میشه که به وسیله اون برنامه ها تنظیم میشن این 6 نفر اونجا تو ساختمون مرکزی مکدونالد نشستن و با همدیگه به یه ایده هایی میرسن مافین مکچیز پر شده با بیکن با تزین سه پنیر چطوره ها؟ این خیلی عالیه آره <applause> شما با مبنای روزانه فکر نمی کنین که اینا برنامه های دولت باشه چیز چیزبرگر دوبل بیکن وندی برنامه دولته مثلا استیک یا دوناتایی هایی که میبینین اینا همش برنامه های دولته شما هیچ وقت فکرشو نمی کردین که این آشخاله خالص توی دکه یغزی فروشی از یه برنامه سرمایه گذاری شده توسط دولت اومده باشه این یکی از چیزایی که چکافو تا به این اندازه چندشاور کرده و اینه که این دولت ماسک داره بهمون همون میگه که گوشت بیشتری بخورین، شیر بیشتری بنوشین، پنیر بیشتری بخورین و بیکن بیشتری مصرف کنین. یکی از موثرترین روشهایی که صنعت لبنیات محصولاتش رو بیشتر میکنه هدف قرار دادن بچه هاست چون بچه ها تأثیر پذیرن همچنین تمام طول عمرشون مصرف کننده هستند و حتی ممکنه اونا رو از وقتی که خیلی کوچیکند گرفتار کند پس برای لبنیات حداقل 50 میلیون دلار هزینه میکنه تا به هدفش برسه صنعت تنباکو با هدف قرار دادن افراد جوان ناچاره که مشتریهای خودش رو که دارن میمیرن با های جدید جایگزین کنه. صنعت گوش میدونه که اونا ناچارن افراد جوان رو هدف قرار بدن. به همین دلیل که ما این غذاها رو توی مدارسمون سرو میکنیم. ما کمتر این پیام ها رو به بچه ها میرسونیم. بخش مدارس که گوشه فروری شده به طور وسیع توی اون پخش میشه، توش بیکن، هات داگ و پیتزای پپرونی داره. هر کدوم از این چیزا گوشتای فراوری شده است و اونا تقریبا بدترین بدترینان که ارتباط مستقیمی با سرطان روده بزرگ دارن. ولی بازم هر روز تو غذای مدارس گوشتای فراوری شده وجود داره. این بیماریای مزمن نتایج همین صنعت داروسازی هستند. روی سیگار برچسب هشدار میزنند، ولی روی گوشتای فروری شده نه بر اساس داده های عمومی در دسترس میدونیم که اونا 557 میلیون دلار هزینه میکنن تا کاله هاشون رو از طریق برنامه های چکاف ارتقا بدن ما میدونیم که اونا حداقل 138 میلیون دلار برای لابی توی کنگره هزینه میکنن ما انتظار داریم که خیلی بیشتر از اینها رو برای طرحهایی هزینه کنن که به این راحتی فاش نمیشه لابی صنعت خیلی قویه تو مجلسم نفوذ کرد و قوانین بدی رو تصویب کردن مثل اگگ افشاگری عکاسی استفاده از عکس علیه صنایع جرم به حساب میاد فعالان در آمریکا ممکنه به خاطر برهم زدن منافع هر کسب و کاری که از حیوانات استفاده میکنن به وسیله قانون تروریسم شرکت های جانوری تروریست شناخته بشن مسخره هم قانون چیزبرگره قانون چیزبرگر قانونیه که میگه یه شاکی نمیتونه علیه توضیح کننده تولید کننده یا خورد فروش اقدام کنه فقط به این علت که غذای تولیدی شاکی رو چاق کرده یا باعث ایجاد بیماری مرتبط با چاقی شده قانون چیزبرگر پاسخ مستقیمی به مشکلی هست که صنعت تنباکو هم داشت. شرکت بیگ تباکو 400 میلیارد دلار برای برنامه های درمانی پرداخت کرد. طرفداران قوانین چیزبرگر میگن که ما نمیخوایم ببینیم که همین مسئله برای صنایع گوشت و لبنیات هم رخ بده این حقیقت که این قوانین بر مبنای مدلی به اسم قانون مصرف مواد مخدر قرار داره راستش خیلی خنده داره چون اونا نمیخوان که مصرف کننده فکر کنه غذاشون مزره من همیشه صنعت گوشت رو برای مردمی که شاید قدرت و دسترسی اون رو درک نمیکنن آشکار کردم به طوری که اون تمام پول شرکت بیگ تباکو و بیگ فارما رو داره و هویت انجمن ملی اسلحه رو داره پس هر چیز کوچیکی که پیش بیاد واقعا اونا تا حد مرگ اونو میزنن رابرت مارتین مبالغه نمی کرد وقتی منافع صنعت تخم مرغ به وسیله شرکت جایگزین تخم مرغ یعنی همپتون کریک فودز به خطر افتاد ایمیل های زیادی توسط رایان شاپیرو و جفری لایت برملا شد ما اسنادی یا فاش کردیم که نشون میده برد تخم مرغ آمریکا همپتون کریک رو به عنوان بحران و تهدید جدی برای آینده صنعت تخم مرغ آمریکا در نظر گرفته برد تخم مرغ آمریکا یه شرکت جایگزین کننده تخم مرغ موفق اونقدر تهدید به حساب می آورد که تحت آدرس های ایمیل دولتیشون برای به قتل رسوندن مدیر عامل اونا شوخی میکردن. در ایمیل های داخلی دولت با رؤسای صنعت تخم مرغ اونا پیشنهاد میدن که مدیر عامل اجرایی که همتون کریک و جاش تتریک به قتل برسند که از جمله اونا ایمیلی بود که از مدیر اجرایی برد تخم مرغ آمریکا دریافت شده بود تولید کننده های گوشت مجبور نیستند که برای بیمارای قلبی یا تخریب محیط زیست یا هر اتفاقی که اقتصاددانا بهش اشاره می یه هزینه مضاعف داشته باشند. این معمول نیست پس جنبه داروسازی اونم هست و این حقیقت که یه صنعت داروسازی قوی و لابی قوی وجود داره که مانع بزرگی بر سر راه این برنامه های حفاظتی هستن این بیماری های مزمن نتایج همین صنعت داروسازی هستند. ما یه صنعت پنج میلیارد دلاری داریم آیا میخوان که اون از بین بره ما یه صنعت داروی استاتین 35 میلیارد دلاری داریم آیا میخواین اونم از بین بره در مورد صنعتی حرف میزنم که به طور موثر داره چیزی که دکترها میگن و کنترل میکنه بیشتر می کن. تحقیقات به پیشگیری اختصاص ندارن بلکه در مورد مصرف داروهایی هستن که شاید ما برای بیماری خاصی مصرف میکنیم من دو تا داروی فشار خون استفاده میکنم شش نو داروی آسم اونم بعد از چهار سال استفاده از آمپول و یه داروی دیگه برای کمک به درمان عوارض جانبی بعضی از داروهای دیگه استفاده می کنم و داروهای ضد افسردگی سطح بالایی دارم و چند تا ضد دردم برای پشت کمرم من حدود 16 تا دارو می خورم البته به استثنای انسولینی که صبح می زنم من صبح انسولین می زنم شبها انسولین می زنم و میشه 32 تا 34 واحد انسولین در واقع لنتوس می زنم بعضی از این داروها برای دیابته این واسه ادراره من مجبورم اینو واسه یه پروستاتم بخورم و اینو هم باید برای قلبم بخورم و اینو هم واسه فشار خون میخورم و همینطور هی ادامه داره و ادامه داره دکترها به هم میگن که تا آخر عمرم باید همینجوری باشم که خیلی ناراحت کننده و استرس زاست و نمیدونم که کبدم تا کی میتونه این همه دارو رو تحمل کنه تحت درمان های پزشکی رایج چه برای بیماری خود ایمنی باشه و یا حتی شرایطی مثل فشار خون بالا یا دیابت بهتون میگن که ناچارین دارو مصرف کنین نه فقط برای یه هفته یه ماه یا یه سال بلکه بهتون میگن باید همیشه اینا رو مصرف کنین اونا تضمین میکنن که اگه شما از های دکتر پیروی کنین تا آخر عمر مریض میمونین هیچ وقت خوب نمیشین زمانتشون اینه چون تمام راهکارها واسه دستکاری علائم بیماری نه اینکه دلیل اصلی اون از بین ببره علائم بیماری تو شما تشخیص داده میشه و یه مشت قرص بهتون میدن که هیچ کاری با علت بیماری و یا روش های پیاده شده نداره اینکه دروغه که میگن این قرص بهتون کمک میکنه که شریاناتون باز بشه این یکی شما رو از سکته نجات میده نه اینا این کارو نمیکنن افرادی که این محصولات رو مصرف میکنن باز هم دچار حمله قلبی میشن باز هم سکته میکنن اینا روند بیماری و عکس نمیکنن اینا پلاک ها رو کوچکتر نمیکنن این تازه یک نمونه از خرواره تو آمریکا درمان بیماری های مزمن از قبیل ناراحتی قلبی سرطان و دیابت ها یه صنعت 1.5 تریلیون دلاریه برابر با تولید ناخالص دهمین کشور ثروتمند دنیا من دوباره برگشتم و خیلی روی سرمایه های سازمان های بهداشتی دقیق در شدم دوباره به همون رسیدم این سازمان ها داشتن میلیون ها دلار از شرکت های داروسازی می گرفتن که داشتن میلیاردها دلار دقیقا از همون بیماری هایی به دست که اون سازمان های بهداشتی به نابود بهشون پایان بدن به نظر میرسید که یه تضاد منافع بزرگ وجود داره وگرنه پایان دادن به این بیماری ها واقعا هدف اونا نبود صنعت داروسازی نسبت به هر سازمان دیگه داره پول بیشتری و برای لابی نمیکنه. این لابیا دارن برامون قانون می نویسن. دولت با هر کسی که بهشون، پول بیشتری بده همراه میشه که حالا میتونه صنعت داروسازی باشه یا صنعت پرورش دام اونا دارن پول زیادی به دولت و منابع سرازیر میکنن و در عوض دولت چیزی که اونا میخواد و بهشون میده کمک های مالی زندانی کردن فعالان مخالف اونا من فکر میکنم که اینا نشون میده این صنایع دارن سخت کار میکنن و کلی هزینه میکنن فقط برای این که افرادی که عکس میگیرن تا چیزی رو ضبط کنن که داره داخل این تجهیزات اتفاق میفته و میخوان اونو به عموم مردم نشون بدن و محکوم کنن یا پشت میله ها یا میفرستنشون سینه قبرستون اونا در تجهیزات سری هستن که هیچ کس هیچی در موردشون نمیدونه اگر هم کسی بدونه اونا شوکه یا خشمگین میشن مردم انگار نمیخوان بدونن که داروهای اونا و غذاهاشون داره از چنین مکانهایی میاد برای همینه که قوانینم هم طرف اوناست تا مردم رو ساکت نگه دارن بلاخره فهمیدم که ارتباط بین دولت و این صنایع چقدر عمیقه چقدر افشاگری علیهشون میتونه خطرناک باشه این نگرانی ها بعد از جلسه با آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکا کاشف بیماری جنون گاوی در گوشت مصرفی افزایش پیدا کرد آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکا مثل ارتش عمل میکنه پس وقتی که من رفتم توی تلویزیون بلافاصله این آژانس به تمام دامپزشکی ها و بازرسی های غذایی نامه میفرسته که اگه کسی از رسانه باهاتون تماس گرفت باهاش صحبت نکنید اونا رو به واشنگتن دی سی ارجاع و ما باهاشون صحبت میکنیم. خب این مردم آمریکا رو خیلی نگران میکنه که توی این آژانس مبارزه با دوپینگ چه خبره اینجا در ایالات متحده ما حداقل چهار مورد بیماری جنون گاوی داریم ولی من تقریبا مطمئنم که موارد بیشتری هم هست ولی دولت دنبالشون نیست چیزی که میگی میتونه همون جنون گاوی در انسان باشه درسته و فکر میکنم که خیلی از اونها اشتباه تشخیص داده شدن در مورد آلزایمر و جنون چندین سال طول میکشه که شاهد پیشرفتی باشیم ولی برای آسونتر کردن اون این دکترها فقط اونا رو به عنوان زایمر و جنون یاد میکنم. بدون اینکه واقعا از مغز باف برداری کنن تا ببینن که واقعا همینه یا بیماری های دیگه ایه. شما فکر میکنید که خوردن گوشت اشکالی نداره من خودم شخصا فکر نمیکنم که خوردنش بی باشه به دلیل این حقیقت که سرعت این بیماری ها چقدر سریع شده و اینکه بازرسان ما به خوبی آموزش ندیدن در حال حاضر سرعت رشد بیماری حدود 220 گاو در ساعته که چیزی حدود 4 گاو در دقیقه است پس یعنی هر 15 ثانیه یک گاو این سرعت یعنی لاشه حیوان هی ممکنه از هر جایی سر در بیاره. نشون میده 88 درصد گوشت خوک ها آلوده به باکتری های کشند است. 90 درصد گوشت چرخ شده و 95 درصد از نمونه های سینه مرغ حاوی باکتری های لاشه حیوان هی است. به این ترتیب هیچ چیز تمیزی واسه خوردن وجود نداره. ولی فقط لاشه ها نیستن، عفونت های چرکی هم هستن. میتونیم ببینیم که یه جور آبسه هایی زیر پوست وجود داره اغلب اوقات وقتی پوست رو برمیداریم میبینیم که یا اون تاول باز شده و چرکش بیرون اومده و یا وقتی که بازرس داره کارش رو انجام میده خیلی عمیق شدن و یا کارکنان شرکت ممکنه چاقوشون رو توی تاول کنند و چرک به همه جا پخش میشه دیگه به اندازه کافی شنیدم واقعا از این همه فساد تمع بیماری و سوء استفاده هم شده هر کدوم از این حیوانایی که میکشیم دارن واسه سیاره ما نابودی ایجاد میکنن خیلی ها هر روز تو عمرشون گوشت و لبنیات میخورن واقعا نگران دریافت میزان کافی پروتئین هستیم برای دریافت پروتئین کافی مجبوریم گوشت بخوریم آبای خدای ما خدای من میخوای از ساختمون می بپرم پایی مگه نه <تصفح> خب اول از همه تمام پروتین ها توسط گیاهان تولید میشه دوباره میگم که زفتش کنه تمام پروتین ها اول توسط گیاهان تولید میشه تمامشون و لازم نیست که برای دریافت پروتین بافت جانوری بخوریم تنها گیاهان توانایی واقعی اینو دارن که نیتروژن هوا رو بگیرن و مولکولاشو بشکنن و اون نیتروژن رو با آمینو اسیدا ترکیب و بعد پروتئین بسازن آره هر پروتئینی که شما از جانوران میگیرین از پروتئین های گیاهی بازیافت شده اگه شما رژیمی داشته باشین که کالری لازم رو تامین کنه و حتی چیزایی مثل برنج قهوه‌ای و بروکلی رو به میزان کافی دریافت کنین پروتئین کافی رو میگیرین برنج قهوه‌ای و همینطور بروکلی شامل پروتئین و همچنین آمینو اسیدهای لازمیه که برای حفظ سلامتی مطلوب لازمشون دارین گیاهان سرشار از پروتئینن لوبیا سرشار از پروتئینی. سبزیجات پر از پروتئینه شما واقعا باید پروتئیناتون رو از گیاهان دریافت کنید چون پروتئینای گیاهی اثر بسیار موثرتری بر فیزیولوژی ما دارن نکته جالب درباره پروتئینا اینه که اکثر آمریکایی‌ها دو برابر مقداری که نیاز دارن پروتئین می‌خورن، اغلب آمریکایی‌ها کمتر از نصف میزان فیبری که نیاز دارن رو دریافت می‌کنن. ولی تمایل رایج بیشتر به سمت پروتئین هاست پس در واقع این بازاریابی جادوییه که پروتئین چند دهه اخیر داشته مسئله این نیست که پروتئینتون از کجا تامین میکنین فیبریتون از کجا میگیرین من توی دوره فعالیت حرفه ایم هیچ وقت پروتئین ندیدم هیچ وقت ندیدم کسی بیاد و مقدار کافی کالری دریافت کنه و کم بوده پروتئین داشته باشه هیچ وقت همچین چیزی نمی بینیم پس شیر انسان کمترین محتوای پروتئینی رو در بین گونه هایی داره که تا به حال آزمایش شدن این مایه که برای بقای میلیون ها سال طراحی شده و بهترین غذا برای نوزاد انسانه بهترین غذا و کمترین میزان پروتئین نسبت به هر پستاندار دیگه پس یه جورایی نیازهای پروتئینی رو تأمین میکنه هر چیزی پس ببینین از شیر مو شیر میمون و شیر اولاق از هر شیر دیگه ای که باشه خیلی شنیدین که بدن میگن خب من مرغ لازم دورم. ما دارم ماهی نیاز دارم تا قوی باشم و بتونم بافته مای چهی بسازم اینا حرفای بیاسوسیه، بزرگترین قویترین جانوران زمینی روی این سیاره همگی خورن بزرگترین و قویترین جانوران همگی خور هستن وقتی ما افرادی که رژیم گوشتی دارن و بهشون رژیم گیاهی میدیم همه چیزایی که اونا میخورن و دنبال میکنیم میزان دریافت ویتامینشون بالا میره ماده مغزیشون در مجموع بالا میره و به شدت بهتر میشن و دقیقا همین افراد ممکنه که از قبل نگران باشن که آیا من با رژیم گیاهی مواد مغذی لازم رو دریافت میکنم حقیقت اینه که شما با رژیم گوشتی تمام مواد مغذی لازم نمیگیریم برای یه فرد با اندازه متوسط مثل خودم حدود 56 گرم پروتئین در روز لازمه این مقدار مطلوبه ولی احتمالا من فقط 30 تا 40 گرم میگیرم هایی که پروتئین زیادی لازم دارن باعث بروز دیابت میشن بیماری های قلبی و سرطان ایجاد میکنن بیماری های جور, جور که هر روز خودم درمان میکنم این ضد چیزیه که تمام رژیم های طرفدار پروتئین میگن غذایی که میخورین باکتری هایی که توی دل و رودتون زندگی میکنن رو تعیین میکنه وقتی که هر روز گوشت جانور دیگران میخورین باکتری هایی رو جمع میکنیم که از کارنیتین تغذیه میکنن و این باکتری ها این کارنیتین رو به مولکول هایی به نام تریمتیلامین تبدیل میکنن کبد شما سپس این مولکول ها رو به تریمتیلامین اکسید تبدیل میکنه این یه مولکول جهنمیه این مولکول ها کلسترول رو به دیواره رگ ها میفرسته و افرادی که از رژیم های گوشتی استفاده میکنن اونو برای ساخته پلاک هایی به کار میبرن اونا ممکنه با این رژیم وزن کم کنند که خوبه ولی در شریان هاتون چه اتفاقی داره میافته دوستان؟ اتفاقی که میافته اینه که پلاک ها ساخته میشن و اینا همون افرادی که تو سن 39 سالگی تو باشگاه میمیرن میگین اون خیلی نحیف شده بود ولی خیلی خوب به نظر میرسید ولی اون کلسترول کجا داره میره؟ به دیواره های رگ هاتون میره پس من معتقدم که این دوستامون دارن خودشون رو واسه یه اپیدمی گرفتگی شریانی سرطان روده بزرگ و بیماری های خود ایمنی آماده میکنن. ترین خیشاوند زندگی انسان شامپانزه که درصد از کالری مورد نیازش رو از گیاه میگیره بقیهشم از حشرات خرسا رو نگاه بکنید هم گوش میخورن هم گیاه میوه خوار هم هستن پستاندارای بزرگ دیگه هم هستن که گیاه میخورن تفاوتاشون واقعا مشخص میشه دندون‌های های میوه آسیاهای تختی برای جویدن گیاه داره در حالی که دندان همه چیز خوارها کاملا تیزه فک میوه جلو و عقب میره به طرف هم حرکت میکنه ولی همه چیز خارها فقط بالا و پایین میشه همه چیز خارها اسید معده قوی تری هم دارن روده های میوه 9 برابر طول بدنشونه ولی در مقابل مال همه چیز خارها سه برابره این به این دلیله که گوش در دل و روده فاسد میشه مگه اینکه به سرعت از اونجا عبور بکنه اگه انسان ها واقعا همه چیز خار باشن پس باید فیزیولوژی و ظاهرشون کاملا تغییر بکنه ما با ویژگی های هماهنگیم انسان ها برعکس خیرس ها، ها و برخی نژاد سک ها آناتومی و فیزیولوژی آنچنان پیچیده ای که در همه چیز واقعی شاهدش هستیم رو ندارن پس ما همه چیز خار واقعی نیستیم در انسان ها دندان نیش کوچیک و گرد وجود داره و واقعا مثل یه ابزار جانبی شده اونا واقعا به جز برای باز کردن و پاره کردن پاکتنامه بی پس این ایده که صرفا حضور دندان نیش یه جورایی به این معناست که ما باید گوشت خار باشیم احمقانه حق با اون بود من همیشه فکر میکردم که دندونای نیش واسه گوشته ولی با این دندونای کوچیک چجوری میشه یه حیوانو کشت و خام خام خورد چندشاوره منظورم اینه که همه عاشق یه نوشیدنی هستن که با میوه و حتی کمی سبزیجات درست شده باشه ولی اگه تصور کنین که یه ماهی و یا یه تکه گوش رو توی مخلوط کام بندازین و لهش کنین حتی تصورش هم حالا به هم میزنن تمام این بیماری ها به خاطر خوردن غذاهایی که بدنمون براش راهی نشده اگر رژیمی بگیریم که بدنمون واقعا براش طراحی شده چی میشه داده ها کاملا واضحند که شما میتونین با رژیم هایی بر پایه گیاهان بیماری قلبی رو متوقف کنین این از نظر علمی هم ثابت شده افرادی که به رژیم های چرب گیاهی عادت کردن واقعا میتونن بیماری قلبی رو درمان کنن و این به این معنی که دیگه کم کم شاهد اون پلاکان نخواهیم بود و اتفاقی که میفته انتظارشون نداشت تجربه من در مورد بیمارام اینو میگه و مطالعاتم نشون میده که وقتی مردم یه رژیم کاملا گیاهی در پیش میگیرن سطح کلسترولشون در عرض چند روز کاهش پیدا میکنه بله تون خیلی خوب خواهد شد در عرض یکی دو هفته کلسترولتون به شدت کاهش پیدا میکنه در حقیقت اگه در حال مصرف دارو هم باشین ممکنه دکترتون مجبور بشه داروی فشار خونتون رو قطع کنه و حتی دیگه فشار خونتونم افت پیدا نمیکنه دکتر اسلستیم در مطالعه مهمی روی بیماران قلبی عروقی دریافت که میشد از بیماری 99.4 درصد در اونها جلوگیری کرد اونم فقط با رژیم گیاهی چون فقط بیماری قلبی نیست فشار خون بالا، دیابت، سکته مغزی و حمله قلبی هم هست چندین مورد بیماری خود ایمنی، سل پوستی، آس، بازگشت اسید به مری، پوکی استخوان بیماری های زیادی هستند حتی آرتروز روماتیسمی وقتی این افراد بیچاره رو میبینیم که به رژیم های گیاهی پناه میبرن اون وقت میبینیم که از شر داروهاشون خلاص میشن رفتم سراغ جین من که شدیدن از ورم مفاصل رنج میبرد بعد از تنها چند هفته عوض کردن رژیمش نمیتونستم چیزی رو که میدیدم باور کنم واقعا باورم نمیشه چطور شد که خوب شدی میدونم من از راه رفتن با واکر نیاز به ویلچر و کمک گرفتن توی فرودگاه به قدم زدن توی خیابون و لذت بردن از هوای تازه و نور خورشید رسیدم تنها دو هفته زمان برد تا از اون داروها راحت بشم و حس کنم که تمام اون التهابات کاملا از بدنم خارج شده و حرکت کردن یه جورایی برام راحت شد خیلی سریع معالجه شدم اونم فقط با انجام کارهایی که برای بدنم کاملا مفید بود وقتی دارین بیماری رو با دارو درمان میکنین میدونین که یه دارو هست که باید برای کلسترول بخورین یه داروی متفاوت برای فشار خون بخورین یکی هست که برای دیابت بخورین ولی با رژیم یه رژیم بر مبنای گیاه روی تمام بیماری ها اثر میذاره فقط با خلاص شدن از بیماری قلبی حدود 48 تریلیون دلار در آمریکا صرف جویی میشه سه برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا در شرایطی مثل فشار خون بالا دیگه مجبور نیستین تا آخر عمرتون دارو مصرف کنین و همیشه مریض باشین کاری که میتونین بکنین اینه که به نحوی زندگی کنین که به بدنتون این شانس رو بدین تا خودشو درمان کنه ما 174 بیمار داریم که مدام فشار خون بالا داشتن اما حالا تونستن اونها رو کاملا پایین بیارن و داروها رو کنار بگذارن برای بیماری التهاب روده مثلا کرون بهترین نرخ بهبودی که تا حالا به دست اومده از طریق رژیم گیاهی بوده تو ام تسلب بافت چنگانه بهترین نتیجه ای تا حالا به دست اومده در مقایسه با هر داروی یه رژیم غذایی گیاهی بوده این کاملا قابل دیدنه که کاهش متوالی در تولیدات حیوانی عمر مردم رو زیاد میکنه ناراحتی قلبی و سرطان و دیابت کمتر میشه شما واقعا میتونین سلولهای سرطانی انسانی رو در بیارین و اونا رو توی ظرف آزمایشگاهی بذارین و یه قطر از خون افراد گیاهخوار رو روش بریزین و حدود 72 درصد کاهش رشد سلول سرطان پروستات انسانی رو در محیط آزمایشگاه داشته باشین اونا میخواستن اینو یه بار دیگه روی سرطان سینه امتحان کنن و گفتن بذاریم ببینیم رژیم گیاهی چه کارایی میتونه بکنه و بعد از فقط دو هفته بدنشون از آلودگی پاک شد فقط بعد از دو هفته غذا خوردن سالم این اتفاق افتاد من تو زمینه یه مهندسی صنعتی و سیستما فعالیت میکردم مدت طولانی این مسیر شغلی من بود تا اینکه سرطان تیروید گرفتم و از اون زمان همه چی تغییر کرد من تصمیم گرفتم که روش ها و درمان های جایگزینی رو به جای جراحی و درآوردن تیرویدم امتخان کنم چون اونجوری مجبور بودم که تا آخر اوم دارو مصرف کنم و من اینو نمیخواستم من فقط شروع به مطالعه کردم که چطور یه رژیم گیاهی میتونه بدن رو درمان کنه و برای خیلی هم جواب داده بود پس منم بلا به سراغ رژیم غذایی کاملا گیاهی رفتم بعد از یه سال سرطانم کاملا از بین رفت و تیرویدم به اندازه عادیش برگشت و کاملا ازش خلاصی پیدا کردم باور نکردنیه یعنی این همه بهبود فقط به خاطر تغییر رژیم غذایی مثلا نخوردن شکر دکتر والتر کمپنر از دانشگاه دوک در دهه 1940 داشته برخی از کشنده ترین بیماری ها رو تنها با رژیم شکست میداده رژیمی که اون استفاده میکرد نه تنها فقط به گیاهان محدود میشد بلکه فقط از برنج سفید میوه و شکر معمولی تشکیل شده بود اون داشت دیابت رو از بین میبرد اون داشت فشار خون خطرناک و درمان میکرد بیماری قلبی رو درمان میکرد بیماری ثانویه دیابت کوری ناشی از دیابت رو شکست میداد پس افرادی که اساسا محکوم مرگ بودن رفتن سراغ اون اون فقط بهشون شکر داد میدونین رژیم وحشتناکی بود ولی فقط محدود به گیاهان بود. اگه این اطلاعات از اون موقع در دسترس بوده چرا همه دکتران نمیدونن توی دانشکده های پزشکی در مورد قدرت غذاها به بهمون آموزش نمیدن به هیچ کس آموزش نمیدن که تغییراتی که ما تو رژیممون انجام میدیم احتمالا قوی کاریه که میتونیم انجام بدیم تا سرنوشتمون رو تعیین کنیم چرا دکترها اینا رو بهتون نمیگن؟ احتمالا دکترتون اصلا این چیزها رو یاد نگرفته در حقیقت حتی یه لایحه بوده که به پزشکها اجازه میداد که هر چند سال یک بار هفت ساعت آموزش های تغذیه داشته باشن و یه جورایی ازش سر در بیارن و کی با این مخالفت کرده؟ انجمن پزشکی کالیفرنیا، حتی پزشکای خانواده، جراحان و همه گروه های اصلی پزشکی. این هفت ساعته. خیلی زیاده حتی اگه هر چهار سال یک بار باشه پس اونها نه تنها بیطرف نیستن بلکه واقعا و فعالان مخالف آموزش تغذیه هستن خیلی خنده داره که وقتی مریضا با کلی سوال میان پیش دکترها انتظار دارن که دکتر در مورد تغذیه بدونه این بده که دکترها هیچی درباره تغذیه نمیدونن چرا متخصصهای رژیم اینا رو به ما نمیگن ثابت شده انجمن تغذیه و رژیم غذایی آمریکا برگه های حقایق غذایی رو منتشر می کنند که خود صنایع اونا رو نوشتن صنایع 20 هزار دلار به ازای هر برگه از این داده ها میپردازند و به سرعت نوشتن اونا رو در دست می گیرن. یعنی خود صنایع به شما یاد میدن و بهتون آموزش میدن مثل اینکه از صنعت تنباکو در مورد فواید سیگار بشنویم و یاد بگیریم وقتی مردم دارن گوشت میخورن من یکم اونو مثل سیگار کشیدن میدونم مثل بازی رولت روسی میمونه شما ممکنه که دیابت نگیرین ولی شانس ابتلا به دیابتتون حدود یک در سه می شود. ممکنه سرطان نگیرین ولی اگه مرد باشین احتمال یک دوم و اگه زن این یک سومه احتمال اضافه وزنتون دو سومه همه چی به خاطر رژیم نیست ولی اکثرش هست بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که مطمئن بشین که تمام اون گلوله رو از اون اسلحه در بیارین و روی سلامتیتون ریسک نکنین و محصولات حیوانی رو از رژیمتون حذف کنین من واسه رسیدگی به آسمم واسه کم کردن وزنم به نورت اومدم و شگفت انگیزه فقط دو هفته است که رژیمم تغییر دادم دیگه مجبور نیستم هیچ کدوم از داروهای آسمم و حتی داروهای ضد افسردگی استفاده کنم هیچ نوع مسکنی هیچی هیچ داروی دیگه اصلا دارو نمیخورم این باور نکردنی من آکسی و ادویل میخورم و روزی سه بار 800 میلی گرم موترین مصرف میکنم فقط واسه اینکه کل روزو دووم بیارم قبلا خیلی درد داشتم واح. الان هیچی دو هفته دو هفته چارده روز یعنی همه این داروها رو کنار گذاشتی؟ همه چی رو کنار گذاشتم خیلی واسه من ناراحت کننده بود چون من واسه کمک پیش خیلی از دکترها رفتم و کلی داروهای مختلف امتحان کردم تا آسمم بهتر بشه و هیچ کمکی نکرد و من ده ماه اخیر همش روی مبل افتاده بودم نمیتونستم نمیتونستم نفس بکشم الان تو دو هفته داروهامو کنار گذاشتم میتونم نفس بکشم و احساس خوبی دارم میتونم راه برم زندگیم تغییر کرده فقط دو هفته رژیم کاملا گیاهی لازم بود فوق العاده است <applause> آره واقعا فوق است واقعا همینطوره شگفت آره واقعا حس احساس رحمت میکنم حالم خیلی خوبه از اینکه دارم این کارو میکنم خوشحالم امیدوارم که بتونم واسه افراد دیگه یه الگو باشم و بهشون فشارم نیارم چون همه به وقت خودشون این کارو انجام میدن خدا رو شکر که الان وقت منه برات خوشحالم ممنونم ممنون <applause> از اونجایی که قصه امی خیلی تأثیر گذار بود میدونستم که هنوز هم واسه بعضی یا صد درصد گیاخاری خیلی سخته من فکر میکنم هر چیزی به اندازه اعتدالش خوبه درسته؟ ولی ما تا حالا ندیدیم که اعتدال جواب بده واقعا هیچ مطالعه‌ای وجود نداره که نشون بده با خوردن گوشت و تخم مرغ به اندازه اعتدالش میتونیم بیماری قلبی رو درمان کنیم. افرادی رو میشناسم که گوشت رو ترک کردن ولی حالشون بد شده آره احتمالش خیلی کمه که علائم همه به وسیله ناکارایی گوشت مرده و در حال فساد باشه. نبود محصولات غذایی حیوانی بسیار فراوری شده توی رژیم غذایی قرار نیست که با علت اینکه چرا مریض شدن در ارتباط باشه. حتما دلیلی وجود داره که احساس خوبی ندارن. خب من افرادی و سراغ دارم که گیاهخوار شدن و میان پیشن و میگن که تیروید پرکاری دارن و دکترم گفته که به خاطر گیاهخوار شدنم این اتفاق افتاده. <متصفح> <تصفح> بهشون میگم به اونایی که گوشت میخورن و تیروید پرکار دارن چی میگه؟ چی تو گوشت حیوونا و لبنیات هست که نمیشه از غذاهای گیاهی تامینش کرد؟ کلسترول، آمینه های هتروسیکلیک، این <میدونین> کلا میدونین اگه فکر کنین میبینین که هیچی توی یه رژیم حیوانی نیست که نتونین از یه جای دیگه ای بگیرینش تنها ویتامین متفاوت ویتامین ب 12 است که توسط گیاهان تولید نمیشه توسط جانوران هم تولید نمیشه بلکه توسط میکروب های ریزی که روی زمین هستن ساخته میشه پس به خاطر روش زندگیمون توی یه دنیای تصفیه شده لازمه که یه منبع از به دوازده از یه جایی پیدا کنیم در غیر این صورت باید غذای حاوی باکتری ها رو بخوریم پس ناچاریم غذاهای حاوی این ویتامین ها رو بخوریم و اونو از گوشت و لبنیات نگیریم در مورد افرادی که میگن مجبوریم به خاطر گروه خونیمون یا ژنمون گوشت بخوریم چی میگید؟ مثل اینه که بگم من چون متولد ماه خاصیام به گوشت نیاز دارم یا چون گروه خونیم آه به گوشت نیاز دارم نه هیچ کس مجبور نیست گوشت بخوره هیچ ویتامین یا ماده مدنی نیست که نش از منابع غیر جانوری به دست آوردش روز ولنتاین من تصمیم گرفتم گیاهخوار بشم و تمام گوشت ها رو ترک کنم که البته هیچ وقت حتی فکرش رو هم نمی کردم ولی خیلی در مورد موفقیت های افرادی شنیده بودم که گیاهخوار شده بودن باز واسه همین همه محصولات جانوری که بود رو ترک کردم من 29 پوند کم کردم قادر بودم که مقدار داروهامو نصف کنم قادر بودم که میزان انسولینم رو نصف کنم و تازه میخوام زندگی کنم میخوام از شر همشون خلاص شم من تازه صاحب ستا نوه شدم که میخوام آیندهشون رو ببینم معمولیت من اینه که بذارم همه بدونن که شما مجبور نیستین که از دیابت و سرطان و بیماری قلبی رنج ببرین فقط واسه اینکه یکی تو خونه بادتون داشته یا چون دکترها بهتون میگن که حتما این اتفاق براتون میفته شما میتونین سلامتیتون رو داشته باشین و نتیجه مثبتی بگیرین درست مثل من دلیل اینکه من انقدر به این متعهدم اینه که مادربزرگم بزرگم دیابت داشت و من چیزی که الان در مورد معالجه کردن بدنم میدونم و نمیدونستم و اگه میدونستم حس میکردم که اون حداقل میتونست چند سال بیشتر زندگی کنه پس من به احترام اونه که دارم این کارو میکنم تا اینکه بتونم مادر بزرگم خاله امو یا یه نفر دیگر رو نجات بدم پس خیلی خوشحالم که بتونم این پیغامو به همه برسونم یا فکر میکنن خوردن غذاهای گیاهی گرون میفته آره نه اصلا میتونین با روشهای خیلی ارزونی این کارو بکنین یعنی غذاهای مربوط به هر فصل رو بخرین و از عمده فروشی ها خرید کنین کلی تو هزینه ها جویی میشه شما میتونین با نخریدن گوشت و لبنیات خیلی از هزینه های خاروبارتون رو حذف کنین چون این چیزا خیلی گرونن هزینه یه وعده غذا واسه خانواده 4 نفره میشه 25 دلار به ازای هر نفر کلش میشه 20 دلار و 46 سن. فقط 26 دلار و 46 سنت اونم واسه غذای یه هفته یه جنبش رو از ورزشکارای برتر دارن از رژیم گیاهی برای درمان آسیب دیدگی‌هاشون و بهبود عملکردشون استفاده می‌کنن قبل از اینکه خار بشم فقط میتونستم 5 بار پرس 315 کیلویی بزنم ولی بعد از اینکه خار شدم میتونستم وزنه 400 425 و 465 رو بزنم و میگفتم وای این شگفت انگیزه من گیاهخوارم و دارم پرس 465 پوندی میزنم خیلی خنده داره و به محض اینکه گیا خار شدم آماس زرد پی هم شروع به محف شدن کرد قدرت بازوی راستم شروع به برگشتن کرد فشار خون بالام داشت کم می شد شما نمیتونین قوی باشین و در عوض از درون بمیرین قدرت این نیست این ضعیف بودنه واقعا ضعفه چون که آره فقط از بیرون بزرگ و قوی به نظر می رسین. من یه ورزشکار رشته پارکورم قهرمان دو آزاد دو زمانه جهانم و همین اواخر وارد جنگجوی نینجا شدم که کاپیتان تیم اروپا هم هستم و تونستیم تیم ایالات متحده در بازی های جهانی رو ببریم برای یه چیزی مثل جنگجوی نینجا و به خصوص پارکور باید نسبت قدرت به وزن بدن متناسب باشه خب من داشتم وزنی رو هم می کردم که واقعا نیازی بهش نداشتم و وقتی که گیاهخوار شدم 15 29 پوند وزن کم کردم خیلی شبکتر شدم خیلی کارآمدتر شدم و استقامت بدنم هم بیشتر شد و همون یه ذره سرعت عملی که قبلا نداشتم و به دست آوردم این روش زنده ای واسه زندگی کردنه من میتونم شما رو به یه ورزشکار تبدیل کنم خود من نسبت به قبل ورزشکار خیلی بهتری شدم من از وقتی 47 سالم بود بدنسازی شروع کردم تمام این مایچه که میبینین و از روی گیاه خاری به دست آوردم من با خوردن رژیم کاملا گیاهی و غذای گیاهی 15 پوند ماهیچه توی بدنم درست کردم تمام درد و که توی بدنم بود از بین رفت چون دیگه اون همه غذاهای التهاب آور غذاهای اسیدی و محصولات حیوانی رو هضم نمیکنم. گوریلا کرگدنا و فیلا فقط با خوردن گیاه اون همه ماهیچه برانا قوی شدن منم همین همین کارو میکنم پس منم میتونم من به خاطر موج سواری به همه جای دنیا سفر کردم و همیشه تونستم گیاه خار باشم من فکر میکنم اگه چیزی رو میخوای میتونین اونو ممکن کنین من فقط بهونه گیری نمیکنم من هیچ وقت فکر نمیکردم گیاه خار باشم ولی الان میدونم که این تماما برای من منفعت تمام جنبه های زندگیم با انتخاب این سبک زندگی بهتر شده احساس بهتری دارم عمل کرده ورزشیم خیلی بهتر شده انرژیم با سه بچه هام هم بیشتر شده تمرکزم توی کار هم بهتر شده همه چی عالی شده پوستم هم, هم شفافتر شده من الان نه سالی که دارم خودم رو اینجوری تمرین میدم و فقط میتونم بگم که احساس خیلی بهتری دارم که مدام دارم بهتر میشم و بهتر از چیزی هستم که قبلا بودم من و دوستم جیسون اولین کسایی بودیم که این چالش هماسی رو انجام دادیم که موجب شد که پنج مرد آهنی توی پنج جزیره هوایی در کمتر از یک هفته به وجود بیاد یه مرد آهنی باید دو ممیز چهار مایل رو شنا کنه نزدیک بود بمیری؟ نه و اون سوال معروفی که این همه پروتئین رو از کجا آورد؟ از گیاهان مثل خیلی از مردم منم دنبال بهانه بودم که رژیم ها نکنم ولی وقتی بالاخره این کارو کردم احساس آزادی بهم دست داد در عرض چند روز حس کردم که خون با یه سرعت تازه ای تو حرکت میکنه بعد از چند هفته کاملا تغییر رو حس کردم نه تنها تونستم تا تو الان با رژیم خالص گیاهی زنده بمونم بلکه تونستم پیشرفتم بکنم احساس فوق العاده ای دارم بعد 6 سال توی اولین ماراتونم شرکت کردم قبلا فقط 23 دقیقه میدویدم کمتر از یه ماه بعد تونستم اولین دوره مردان آهنین رو کامل طی کنم تونستم بدون اینکه احساس بیماری بکنم با نخوردن هیچ گونه گوشت و لبنیاتی کنار بیام برای سلامت خودم حاضر نبودم از صنعتی که میدونستم همه یه درد و رنج جوامع خانواده ها و موجودات روی زمین رو باعث شده حمایت کنم یه دنیای کاملا جدید برام باز شد دوباره احساس تندرستی میکنم و فهمیدم سلامت واقعی با من به پایان نمیرسه بلکه با من آغاز میشه اگر مردم رژیم گیاهی رو در پیش بگیرن تغییراتی که رو سلامتی فردی و در وضعیت سلامت جامعه و در این محیط فیزیکی که در این توش زندگی میکنیم شاهد خواهیم بود خیلی امی خواهد بود امروز شما میتونید بگین که من دیگه از این چیزا نمیخورم این کاریه که من خودم شخصا میتونم انجام بدم تا یه تغییری ایجاد کنم این به شما احساس خیلی بهتری از تندرستی و خوشبختی میده چون که میدونین که هر بار که میشینین غذا میخوردین دیگه سلامتیتون رو نابود نمیکنین به خشونت دامن نمیزنه و به کره زمین آسیب نمیرسونه من نمیخوام تمام دستاوردم به قیمت آسیب زدن به سیاره و سایر موجودات باشه من نه تنها ضعیفتر نشدم بلکه قویترم شدم وقتی که هم دوست باشین و بخواین بقیه تغذیه بهتری داشته باشن به همه سود میرسه. مطالعات میگن ما نباید فقط زنده بمونیم، باید رشد کنیم. هیچ وقت فکرشم نمیکردم بتونم توی همچین سنی چنین احساس خوبی داشته باشم. من احساس یه جوون 20 ساله رو دارم در حالی که تقریبا 50 سالمه. من هیچ وقت فکر نمیکردم که میتونم توی همچین سنی این حس خوبو داشته باشم و میخوام که همه همین حس رو داشته باشن. اساسا هیچ چیز مثل احساس سلامتی به آدم مزه نمیده تمام انتخابایی که هر روز تک تک روزا در مورد غذامون میکنیم ظرفیت اینو داره که ما رو به سلامتی و تندرستی برسونه نه فقط فردی بلکه جمعی و به صورت یک گونه برای سیارمون ما همیشه زنده نیستیم ولی تا وقتی زنده ایم میتونیم خوب باشیم و این آرزوی یه پزشکه اگه قصدی باشه راهشم پیدا میشه من بهش ایمان دارم سلامتی چیست؟